سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه، متشکرم از اینکه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس به برنامه پرچونه توجه میکنید. ایشالا که همه چی درسته، اشکالات لطفا به ما بگید. ازتون ممنونیم که همیشه با ما بودید و همیشه مشکلات رو به ما یادآوری میکردین. امروز شوی پرچونه رو با هم ریموت لایف برادکستینگ بیبی با کمک دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور از ویرجینیا ادامه میدیم و تشکر از همه زحمات ایشون و بقیه دوستانی که همیشه همراهی کردن با شوی پرچونه. امروز اوپن مایک هست و دوستان میتونن زنگ بزنن. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. سوژه زیاد، مطلب خیلی هست برای گفتن و ریز ریز کردن، همونطوری که دیدید تا به حال بوده در طول همین 18-19 سال گذشته شوی پرچونه. ولی خب دوستانی که میخوان تلفن کنن و تماس بگیرن و حرفایی دارن برای گفتن، همیشه میمونن برای آخر ساعت و خلاصه حرفا ناتموم میمونه. چند جلسه هست برنامه های دیتینگ و دیتینگ ستوری رو با هم ادامه میدیم، ضمن این که اوپن مایک هست، شما میتونید زنگ بزنید و داستان هایی که راجع به دیتینگ هست میخواید شیر کنید، مطرح کنید، یا اینکه هر مسئله دیگه‌ای، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم تا که بعد دوباره از جلسات بعدی برگردیم سراغ داستان اوپن مایک. ببخشید، سراغ داستان پرچونه. شماره اسکایپ و تلفنی که میتونید مستقیم زنگ بزنید هست 310-896-7524. حالا من هنوز این مشکل رو رفع نکردم، ولی ظاهرا یک کسی رو اسکایپ زنگ بزنه، کسی با تلفن لاین مستقیم زنگ بزنه، میتونه مثل هاتلاین بیاد بالا. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستین. عموس بهروز سلام، عرض ادب. چاکرم، رادیو رو کم کن لطفا، رادیو و تلویزیون رو کم کن. بله بله، میبخشید، داشتم گوش میکردم که وسط صحبتاتون این موقع وارد نشم. آقا کار زندگی نداری پرچونه نگاه میکنی داداش؟ کار زندگی نداری شما؟ آقا عشق ماست آقا پرچونه، ما کلی یاد میگیریم از عمو پرچونه، برنامه پرچونه و دوستان خوبمون که میان نظرات و کامنتاشونو میدن. دمت گرم. همیشه از اون 17-18 سال پیش که ما تفلی بیش نبودیم برنامه شما رو نگاه کردیم. ببین چوب کاری میکنی ها بازمون، کانال آی پی ان چوب کاری میکنی ها. حالا شما تفل شدی، ما شدیم پیرمرد. باشه آقا، دمت گرم. دیگه دهه سوم زندگی هستیم و اینا، خدمت شما عرض کنم که بدینسان. و یه مطلبی بود همون به روزه میخواستم بگم، حالا از حوصله جمع خارج نشه. این مسئله چیز بودش براتون، فکر کنم مطلبش هم فرستادم دیگه تو این رسانه ها، حالا اسم نمیارم، و این شخصیت ها رو دارن سوم میکنن و بازیگرا و خواننده ها رو دوباره یه هشتگی را افتاده و که میگن که اینا ما رو ریپ کردن و ریپیست هستن و این خانوما دوباره شروع کردن توی ایران، حالا توی اونستا و اینستا و اینجور مسائل. و شما وقتی که میشینید اینترویو های اینا رو میبینید، در واقع طرف میگه من نشسته بودم و من برای شما هم فرستادم، حالا اگه دیده باشید، که میگفت دستش روی کیف من بود و این تجاوز حساب میشه دیگه. و جای دیگه خلاصه به قول شما 35 سال پیش، حالا نمیدونم 20 سال پیش، یه اثر انگشت خورده تو تنش، حالا الان یادش افتاده بیاد. یکی از اون اثرهای انگشت، البته مورد سواله، همش مورد سوال نیست. بله شو وقتانه اینجوری. و خب اگر که شما میخوای این مسئله رو گفتی، بذار من یه چیزی بگم در موردش. اولا که مسئله فمینیست و داستان فمینیستی و اینا همون چی گفتم، مثل لولوی توی کموده، هر چقدر شما جدی بگیری اون بیشتر شما رو اذیت میکنه، و هر چقدر هم که اهمیت ندی بی خوده، چون زنان نقشی در انجام این کارا ندارن، بلکه اهمیتیه که مردا به این قضیه میدن. ولی
بعد از کلمه میگه، البته میدونی که گفتی زنان میگن یا میگه یا گفت، میدونی که من چی میشنوم، این همه میدونن. وقتی میگی میگه و گفت، من بسیار شنونده خوبی هستم. وقتی میگی میگه، من میشنم این خریت مرده که اون چیزی که میگه میکنه داستان زندگیش و مردای دیگر رو عذاب میده. دور از جون شما به نسبت. و زمانه قدیمتر مثلا فرض کن یه کفش ساق بلندی مد میشد، یه مدل رقصی مد میشد، مثلا بریک دنسی مد میشد، رقص عروسکی مد میشد، رپ مد میشد، تا بیاد برسه به ایران یه مدتی طول میکشه، 6 ماه 7 ماه. بچهای مثلا پولدارتر و تیپ دارتر و کار درستتر و شارپتر زودتر میگرفتن، بچهای دورتر مثل شهرستانا، البته نگه اونا کار درست نیستن، فقط ابزار ارتباطی نداشتن، اون خود دیرتر میگرفتن، بالاخره همه با همین ساق بلند میپوشیدن، همین بریک دنس میکردن، پانکی لباس میپوشیدن، پانکی موهاشون درست میگن، همه اینا درست. اینم یه موجه، یه بازی، یه زنای همه جای دنیا مثل همدیگه فکر میکنن و مثل همدیگه هستن، به خاطر همین مسائل همدیگه رو تکرار میکنن. همین داستان اینجا دیگه تقریبا داره کهنه میشه دیگه، الان هر بچه مدرسه بچه دانشجو میفهمه که این قضیه کهنه شده. یه خود سر صدا میاد، لطفا میشه تقاطق اونجا رو بیاری پایین آقای که زنگ زدی؟ تلفن خیلی تقاطق داره، نمیشه تمرکز کرد، این صدا بلند میره توی میکروفون و شنونده هم تمرکز هست. برصورت این هم یه مودیه دیگه، جنبش میتو، جنبش نمیدونم فلان، فمینیسم، اونجا هم همین بازی ادامه پیدا میکنه. دیگه هم کاری نره که اونجا اسلامیه یا یهودیه یا مسیحیه یا سوسیالیسته یا کمونیسته یا امپریالیست، هیچ فرقی نداره. داستان زنای دنیا همه مثل همدیگه است، هرچی بتونن مثل هم میشن، هرچی قدرت تماسشون با هم بیشتر بشه کار همدیگه رو تکرار میکنن و این موده و هیچ رحم و مروتی هم نیست برای مردا. به هر صورت از این میتونی بفهمی که تا اونجا که ممکنه باید از این موجود فاصله بی خود حفاظت بکنی و هیچ چاره دیگه هم نیست. زن و کار خودشون میکنن، شما باید و بدونی قدرت دستو، پول دستو، نری به اونا بدی، نری کاغذ امضا کنی. دختره میخواد بیاد باهات سکس داشته باشه، بگو عزیزم این دوربین میبینی، این میفته روی این تخت خواب تا لحظه که تو اینجا هستی، میخوای بیا بخواب، نمیخوای نه. میدونی باید بفهمه که you don't give a shit، باید بفهمه که you have better choices، باید بفهمه که کشورهای دیگه هست که میتونی بری اونجا بگردی با خودت با $15 $20 این کاری که هرگز همچین اندامی رو نداشته، به عمرش نخواهد داشت، اونجا دارن به $15 $20 به تو میدن، باید بفهمه تو میتونی، وگرنه تو این جنگ تو رو جر میدن، هیچ مروتی هم برای تو قائل نیستن، اصلا از خصوصیات زنونه نیست مرحمت و مروت، این کار مردونه است. بخاطر همینه که مردا رو همیشه روی شیم، ببخشید، روی گیلت و گناه و احساس گناه و مروت و معرفت همیشه ازشون سوء استفاده میکنن یا ازشون یا کنترلشون میکنن. زنا رو با شیم یعنی خجالت، یعنی زن اگر خجالت نکشه هیچ چیز جلو دارش نیست. زن از کی خجالت میکشه؟ از زنای دیگه. اگه کارش مثل زنای دیگه باشه هیچ خجالتی نمیکشه، این میشه دنیای شیم. و ولی خب مردا با قضاوت خودشون با در واقع گیلت کلاشون قاضی کردن کار میکنن، زنو با شیم. هر کاری زنای دیگه بکنن درسته، اگه قرارش همه زنو میگه انگشت به مردشون ببره همه میبرن، موده. خب پس شما نگو این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری شد. این شکایت رو از خودت و خود من و خود تو و همه مردا باید بکنیم که این لولوی بیخودی رو جدی میگیری، نباید دور باشی، باید مقطع بشی تا بفهمن که قدرت مال کیه و اگه میخوان محبت و حمایت و احترام داشته باشن باید اذیت نکنن و در غیر این صورت میزنن تو سرت، بعد میگن قدرت مال زنه، زن از مرد قوی تره، در حالی که تو رو باید میدازن جلو، مشت بخوری، کتک بخوری، گلوله و بمب بخوری. پس این از داستان فمینیست که ما مفصل یه دفعه قشنگ گفته بودیم. بله دقیقا همینطوره و همونجوری هم که شما به مراتب گفتید، در این مذهب زنانه به خصوص در این سوشال میدیا و این دیتینگ اپ ها و اینا، اینستا و اونستا و این مسائل فراوان این داستان هستش و ما همونجوری که شما گفتید مثل اون موجهای اقیانوس و اون آتش سوزی که وجود داره و نمیشه، آتش سوزی بزرگی که گفتید نمیشه مهارش کرد، بعد از کنارش رد شد، تیشش بهت نگیره و من هم همین کار رو میکنم و معمولا سعی میکنم از اون افرادی که انتخاب میکنم، دخترایی که باشون هستم،
این مسائل رو به مراتب. البته اینو من بگم داداش، یه مسئله دیگه هم بگم، همه دخترها اینجوری نیستن، خیلی از دخترها هستن که شرمندن و خیلی هم دخترها هستن که شاکی هستن از این رفتار دنیای زنونه، به خاطر که باعث میشه اون احترامات و حمایتایی که دخترها حتی اگه خوشگل نبودن، حتی اگه اصلا فرض کن زن جوونم نبوده، ولی از یک مرد غریبه حتی تو خیابون حمایت و احترام میگیره، دیگه الان نمیگیرن. میدونه خیلی هم شاکیان، همه دخترها اینطوری نیستن، ولی شما به طور جنرال و عمومی باید این قضیه رو بررسی کنید. بله، یکی از اون دخترها دوستای خوب ما هستش که ما با هم دیت داریم و اوکی هستیم و اینا، و هم مسائلی که شما میگید هم روز رعایت میکنه و مثل اون بقیه که میگی نیستن. ایوالا بدهشون همینجا هستن صحبت کنن. بفرمایید بفرمایید. سلام، روز شما بخیر. صبح شما بخیر. اونجا ساعت چنده؟ ببخشید صدای شما یکم دیر به من میرسه. بفرمون رو ایر هستی، بگو انرژی رو بده بالا که بچه ها حسرشون سر نره. بگو بینیم. مرسی، ممنون. حالا ما با آقا کوروش داشتیم ویس هایی، حالا فکر کنم از این خبرهایی که شما داشتیم صحبت میکردیم شما گوش میدادیم و من خیلی خوشم اومد. گفتم که خیلی خوب میشه اگه بتونیم حرف بزنیم و حالا جبه این مسئله، چون یه ذره حالا نمیگم خیلی عقاید من شاید شبیه شما باشه، ولی خب صد درصد به پای شما نمیرسیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. این مسائل هم که من راجع به زن و زنها میگم بارها تکرار کردم، مسائل دنیای زنونه است. دنیای زنونه معنیش این نیست که همه زنها، ولی خب خیلی زنها اینطوری هستن. بفرمون رو ایر هستی، فقط مواظب باش خیلی این گوشی رو دم در که میاری صدای فش فش میاد و صدا خیلی بلند اذیت میکنه، یکم گوشی رو بگیر. اوکی، صداتون عالیه، فقط خیلی نزدیک گوشی نیاد. صداتون عالیه، فقط فش فش صدا تو گوشی رو که دورتر باشید. در واقع این فمینیست صحبتایی که میکردیم با شیلا و ایشون هم با این قضیه مشکل داره و این حقیقتی که در جامعه میبینه و اون چیزی که شعار میدن برابری و ایکوالیتی با هم زد و نقیق هستش. فقط یه جوکه، اون فقط یه ماسکه و یه جوکه برای گول زدن مرد نادان. زنی که با شعور باشه و عقلش کار بکنه هیچ موقع با فمینیست نمیره جلو، چون میدونه فمینیست نتیجهش بی احترام شدن زنه و بی ارزش شدن زنه و حرمت و احترامش از دست مردا پیش مردا از دست دادنه. بله دقیقا همینطوره. شیلا گوش بکنیم صحبت کن. دقیقا داشتم گوش میکردم به صحبتاتون، اینکه توی جامعه ایران متاسفانه خیلی زیاد شده، داریم میبینیم افرادی که با شعار برابری دارن میرن توی روابطشون جلو و بعد طرف یه جایی میرسه که حس میکنه اون برابری اصلا رعایت نمیشه. همه دخترها تو سن 16-17 سالگی که میرسه به قول حالا حرفایی که خودتون گفتین دقیقا به همین صورته، منتظر شاهزاده الان هم خودی که تارک شده 100 میلیونه واقعا اسب سفیدی به حساب میاد توی ایران، باید یه پراید سفید بیاد دنبالش و ببردش توی خونه بخت. ولی متاسفانه و با همون پسر اونجوری که دوست داره خوش قیافه از طرف خوش هیکل میره جلو توی رابطه و خوش میگذرونه و امید این که این بشه شوهر ایدئال و کسی که قراره توی آینده باید زندگی کنه، ولی متاسفانه بعد از چند سال میبینیم دختره هنوز 30 سالشه خونه باباش نشسته و دیگه کم کم میفته به این فکر که داره دیر میشه، من دیگه باید چیکار کنم و کلی عقایدشون با چند سال قبلشون تغییر میکنه. من چیزی که خودم توی خانواده‌مون میبینم دخترای اینجوری و خیلی هستن متاسفانه، طرف تا 5 سال پیش نظرش این بود که شلوار نبرد بپوشه اوکیه بره خیابون و با بهترین چیپ و آرایش و همه چیش با دوستاش بیرون بره، کافشو بره، دورشو بزنه. الان اومده میگه نه باید شلوارا بکشم پایین‌تر، مانتو بلندتر باشه. از کدوم طرف بکشه؟ شلوار رو از کدوم طرف میخواد بکشه؟ من متوجه نشدم. و خیلی عقایدشون متاسفانه خیلی تغییر کرده. چرا؟ چون بتونه درست دیگه اون سن شفته بالا نجنبه خیلی دیرتر میشه و اون کیفای خوبی که توی طولش قرار بیفتن تعدادشون محدودتر میشه، بس مجبوره
موندم پولاشون رو جمع کردن دیگه، مسلما خرج نداشته که بخوام خرج زنه کنم، اون پول جمع شده، ماشینه بهتر شده، خونه بهتر شده. خب دیگه اون قیافه رو نمیشه کارش کرد، مسلما بگذاریم از عمل جراحی و چیزایی که حالا هست و میره با حال همونی که از اول هم میرفت. باش خیلی بهتر شد، کسی که معمولا از اول دنبالش بوده ولی خب نتونسته به دستش بیاره و حالا در آخر همون قسمتش میشه. بله. خیلی هم ممنون چیزایی که گفتی. ما تو برنامه های قدمی هم البته با کمک دوستان گفته بودیم، ولی خب داستان خانوما روی این نیستش که فکر بکنن که به داستان آینده چی و اینا. هرچی موده همون میرن جلو، اکثر خانوما البته هرچی موده همون جو میرن جلو. به خاطر همین بعدن هر اشکالی پیش بیادن بعد تقصیر مردایی که هستش که در زندگی اینا بودن، زندگی اینا رو خراب کردن. به خاطر که به اصل قضیه نگاه نمیکنن، فقط به شکایت کردن فکر میکنن. و این یه مطلب دیگه هم که ما عرض کردیم بارها تو شوی پرچونه، خانمایی که میخوان زندگی ازدواج و سنتی و اینا داشته باشن، یا نه سنتی ولی دیگه ازدواج بکنن و همون مدلی که دوست دارن شوهر داشته باشن، باید بدونن ازدواج یه مسئله سنتی و فرهنگی قدیمی تره و با اگه با فرهنگ جدید بخوای بری جلو، این سنت با این فرهنگ نمیخونه. یعنی شما باید یکی از این دو راه انتخاب کنی، به سربازی و گشتن و به قول شما لباسای شیک پوش مسافرت. خیلی هم چیز خوبیه، منم هیچ مشکلی ندارم و ممنونم از خانوما که این کار میکنن، ولی اگه بخوای از این راه به شوهر برسی نهایتا مجبوری بمونی و به قول خودت هازبند متریال پیدا کنی که اصلا شبیه دوست پسر نیست، و یا اینکه باید یه نفر رو کلک بزنی و نمیدونم به زور حامله بشی و یه جوری تهدیدش کنی و مثل فیلم های ترکی که بشه شوهرت، بعد جنگ ادامه داره. دوستان تکست دادن، دوستانمون بهمون تکست دادن نوشتن ما داریم این حرفا رو گوش میدیم فهم میکنیم پرچونه صداش دخترونه شده، پرچونه است داره حرف میزنه ولی صداش دخترونه است. هیچ موقع اینطوری نمیشه، شما اصلا امیدوار نباشید که اینجوری میشه، هرگز نمیشه. به خاطر این قضیه رو نه امیدوارم نباش. ببین امیدوار بودن باعث میشه که آدم بی خودی دل شکسته بشه و یا اینکه کار اشتباه بکنه و پول یا وقت بسیار زیادی رو حرام بکنه. امیدوار نباشید، جامعه زنونه یه شکل و فرم داره و اون شکل و فرمش هست. وقتی همه ای کاری کردن همه این کار خوبه، میگن در دیزی بازه حیای گربه کوره کجاست. اگه یه مردی این کارا رو میکنه زنه همه جور میخواد ازش بتیغه. کلمه حیا یادت باشه، حیا یا همون شیم یا همون خجالت فرمول زنون است. یعنی اگه قرار بشه که همه زنه یه کاری بکنن حیا دیگه معنی نداره. واسه همین اون کار خوب و درسته،
مثلا این کلمات، این مثالای قدیمی ایرانی همش رو حساب بوده. اون موقع درست پرچونه نبوده ولی از پرچونه بهتراش اونجا بودن. به خاطر همین میگه حیای گربه کوره. شما وقتی میبینی حیا معنی نداره، پس باید در دیزی رو ببندی. و همه زنام اینطوری نیستن، ولی هیچ فایده ای نداره این حرف و هیچ کمکی هم به ما نمیکنه که ما بگیم همه زنا اینجوری هستن. مثل که بگی اینجا مثلا فرض کن 300 مدل کوسه هست، همشون گاز نمیگیرن. خب به من چی که همشون گاز نمیگیرن؟ اونایی که اگه گاز گرفت اومد جلو من چیکار کنم؟ وقتی اون جرم داد اونایی که گاز نمیگیرن خب گاز نگرفته باشن. من باید بدونم کوسه گاز میگیره، همش گاز نمیگیره راه حل نیست. به خاطر همین با تمام احترام به تمام خانمایی که گاز نمیگیرن آقایونو و جر و باجر نمیکنن، باید بدونیم که بیرون پر از کسی هستش که گاز میگیرن. حالا شما باید خودتو چیز کنی. اگر یک کسی خانمی باهات آشنا شد که اذیتت نکرد، شما میتونی در حدی که بینتون قابل انجامه یه رابطه خیلی خوبی رو با هم اگه بتونید داشته باشید. ولی این فرض برای نیستش که مردم بیان بگن آ ببین یه با یه گل بهار نمیشه، یه ببین این خانم این آقا رو اذیت نکرده، پس راحت برو زن بگیر مهریه کن کی داده کی گرفته. بله اینجوری نیسته، شما باید خودت احساسی سکیور بکنی. بله دقیقا همینطور هم خب شما از آشناییتون با هم دیگه چقدر میگذره؟ با سر سوال خوب رسیدم، صدا قطع بد میشه. میگم از آشنایی شما با هم چقدر میگذره؟ حدودا خوب میشه یه چند ماهی میشه ما با هم آشنا هستیم و خوب مهمون چیز هست دیگه. خوب ما نه دوست دخترم نه دوست پسرم، با هم دوست هستیم و اوکی و اینجوری با هم هم به قول گفتنی همینجور اشغالی هم کردیم. ولی در کل اون داد بینش دو طرف هستش که آدم ها رو به هم به قول گفتنی نزدیک میکنه. شاید مثلا خب من الان تو دهه سوم زندگی هستم، مثلا خب بالا شیلا 20 سالشه و خب اینجوری مثلا حتی اونم به قول این چیزا که میگن اون فاصله و اون دیستنس و این چیزا زیاد چیز نه. یعنی مثلا شما یعنی مثلا شما 30 خورده سالتونه؟ اما سی اینا خب میشه دهه چهارم زندگی داداش، چرا اینقدر تخلیص میده بخواه؟ میشه دهه اولا که حالا اومدی حالا میخوای حالا شد نامبر. حالا ببین یه خانم 20 ساله، یه دختر 20 ساله بسیار مناسبه برای رابطه با یه از هر نوعی بخوای که خودش بخواد موافق باشه، بسیار مناسبه برای رابطه با یک مردی که در سن 30 سالگیش باشه. این اصلا اختلاف سن محسوب نمیشه. خانم‌ها 12 سال از شما بزرگترن، یادتون باشه. این خانم اگه 21 سالش باشه یا 20 سالش باشه یعنی بدون 32 سال است. بله به خاطر همین شما باید بدونی که اولا مسئله اختلاف سن چیزایی مثل ظاهر و اینجور مسائله، یه مقدارم تجربیات غیر از اون دیگه مطرح نیست چیزی. اگر هر دو در یه حد درک و شعور همدیگه باشن و مناسب هم باشن، این اصلا ربطی به اون قضیه نداره. سن کم و زیاد اصلا مطرح نیستش. بله دقیقا همینطوره. اتفاقا ما شاید باب آشنایی من با همین دوستمون از همینجا شروع شد که در واقع من یه شکفه میکردم از این ماتریالیست بودن و این به قول گفتنی مادیگرای بودن دخترها، که در واقع اینا وقتی میگن ما شما رو میخواهیم، یعنی ببخشید ما یه کسی رو میخواهیم ما رو فقط به خاطر خودمون بخواد، به قول شما خودتو همون بدن تو اون زیبایی تو قیافت و اون هر چیزی که هستی دیگه، جز این چیزی دیگه نیستش که خودت میگی من یکی میخوام منو به خاطر خودم بخواد. در واقع یه پسری وقتی وارد رابطه میشه خب فقط خودتو به خاطر خودت میخواد، ولی یه دختر همیشه به این جنبه های بیزینسیش نگاه میکنه که چی گیره من میاد. و خب من و این دوستمون تو این قضیه اتفاق نظر داریم که اکثریت متاسفانه دختر اینجوری هستن ولی نه همشون. و خب این موضوع خب خیلی رنج‌آوره از نظر من و این شعار به قول گفتنی برابری رو میدن و میگن ما
یه چیز رو من بگم بارها من یه چیز رو من بارها گفتم بارها گفتم بازم میگم به خود وقتی که از آدمای معروف حرفای خنددار یا یه مقدار احمقانه قابل تعجب پخش میکنن روی این سوشال میدیا یه چیز من همیشه میگم حرف احمقانه رو دو گروه آدم میزنه، یکی آدم احمق، یکی آدم زرنگ که میخواد از اون حرف احمقانه استفاده کنه و احمقا رو به جوش خروش در بیاره. این دو حالت داره. این حرفی که من یه نفر رو میخوام واسه خودم بخواد، این یه حرفی دنیای زنانه میزنه و به معنیش هم سعی میکنه توجه نکنی، به خاطر که یعنی منظورش اینه که من همینم چیز دیگه ای من ندارم که به تو بدم که برای خودم میخوام، ولی منظورش این نیستش که من تو رو برای خودت میخوام، میگه منو برای خودم میخواد چون من چیز دیگه ای ندارم به تو بدم. ولی از یه طرف از یه طرف افتی 10 جور دیگه هم این مسئله هستش و این آدم های زرنگ در دنیای زنانه این حرفا رو طراحی میکنن و بعد هم همه زنان تکرار میکنن. از یه طرفی تو رو هیچ زنی نمیتونم بگم هیچ زنی، ولی به ندرت تو رو برای خودت میخواد و این طبیعت زنه. ما نیومدیم توی برنامه پرچونه، الان این خانم هم دارن گوش میدن و خانم های بسیار زیادی هم دارن گوش میدن، ایشون رو خطن در واقع مخاطب مستقیم منم هستن و ما طبیعت زنونه رو زیر سوال قرار نمیدیم. هیچ بد نیستش که زنی چشمش به متریال باشه، این طبیعت زنونه است. زن رو موقعی که از مرد چیزایی دریافت میکنه خوشحال میکنه، حالا ممکنه این خانم اونطوری نباشه یا کسی دیگه اونطوری نباشه، ولی این طبیعت زنونه است و ما اینو هیچ موقع ملامت نمیکنیم. ما داریم میگیم توسط این نباید سر تو رو ببرن، توسط این نباید تو عاشق یه چیزی که وجود نداره بشی و بعدن بیفتیم بعد وقت ناراحت بشی بخوای ازش انتقام بگیری. یا آدمی ممکنه جنبه نداشته باشه بخواد از زنی انتقام بگیره، بلاهای خیلی بدی به سرش بیاره. این اشکار از اون مردی که نفهمیده طبیعت زنونه. اینجا مورد ملامت نیست، بلکه مورد بررسی. آقا جون تو تا موقعی که میتونی با این دوست دخترت یا زنت یا هر کسی که عاشق معشوقت یا نه همینجوری دوستی بودی که هر چی هستید میتونید رو تفاهم پیش برید بدون اون رو چی خوشحال میکنه، اون بدونه تو رو چی خوشحال میکنه. دلیل برای نیست که شما اون چیزی که اون خوشحال میکنه ازم باید بهش بدی یا اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه اون حتما بده شما بده. یه بدبستونه، یه معامله کما بیشیه که شما رو نگه میداره. ما ملامت نمیکنیم، بلکه فقط مطالعه میکنیم. بله، من منظورم از اون قسمت لونگ تایم ریلیشنشیپ بودش که شما بعد خونه و زندگی و همه چی تو بزنی به نام طرف که به قول گفتن همون ازدواج میشه. چرا میکنی؟ سند بردگی امضا کنی. چرا میکنی؟ چرا میکنی؟ نکن. مشکل شماست که این کارو میکنی. خب من نمیکنم، من تا الان هم نکردم. خب من خب به کشور خیلی زیادی سفر کردم، همونجوری که جلسه قبلم صحبت کردم بهتون گفتم و خیلی جا رفتم و در واقع این تجربه رو اون اکسپریانس رو دارم. ولی خب خیلی کسا هستن به اصطلاح عوام، اون جوانایی که میدونی توی ایران هستن، اونایی که خیلی نمیدونن این قضیه رو و در واقع خب این باعث میشه که اینا به این چاه بیفتند و شما دارید میبینید الان تو اون صفحه دادگاه ها رو نگاه کنید که چقدر به خاطر این قضیه مهریه و قضیه این که اینا بدهکار هستن فقط برای اینکه این خانم سالهای طلایی عمرشون رو با ایشون گذرونده و خب من بابت اونا من نگران هستم و ناراحت هستم و این موضوع رو بیان میکنم. ما منظورمون همین بود. منظورم همین بود که نکن. منظورم شخص شما نیست، اون شخصی که شکایت میکنه از این قضیه اشکال کار خودش و میشه رابطه های خوبی داشت. ببین صدای خشخش میاد تو تلفن، این صدای خشخش مال چیه؟ این گوشیتون لطفا به جایی نذارید، گوشی لطفا به جایی نمالید. من صدامو میوت میکنم که اذیت نکنه. ببخشید. باشه، روابط خیلی خوبی میشه داشت به شرطی که شما طبیعت طرف رو بشناسی. شما فقط اون نیز آقا گل به این زیبایی مواظب باش میخوای ساقش رو دست بزنی خار داره. این مثلا سنجابه به این خوشگلی داره اینجا بازی میکنه، مواظب نباشی اگه بیاد جلو، اگر بخوای دست بزنی چنگالاش قوی و بلنده، اگه به ترسه گازت میگیره چنگت میزنه. تو باید بدونی که چی و چجوری میشه باش در چه حدی رابطه داشت. همیشه گفتیم انقدر
فاصله تو حفظ بکن که اگر اون یه پیچ ناجور زد شما نرید دنبالش تو دره. بله همینطوره. بله. از شما یاد گرفتیم و انجام دادیم و هیچ موقع هم ضرر نکردیم و واقعا متشکریم از شما همون به روز. ممنون از لطفت، ممنون از لطفت، این همه محبت هایی که در حق ما کردی. متشکرم. شما هرچی اگر خوبی برای توش اومده از درک و فهم و شعور خودت بوده برادر. ما به همه گفتیم سالها ولی خب همه نتونستم بپرم برن اون طرف جوب. رفتن به اون طرف جوب هم انرژی و جرأت و جربزو اینا میخواد و آدم از محیط آرامش خودش در واقع کامفورت زون خودش باید بیاد بیرون و به آماده حرکت و ریسک تیکینگ و بر صورت اینا باشه. شیوا خانوم کجاست؟ رفت تلفنش قطع شده؟ داشتم به حرفاتون گوش میبادم. کار زندگی نداری به حرفای من گوش میدی؟ چیزی داری بگو شیلا. به نظر من اون اعتدال همه جا باید رعایت بشه توی این زندگیمون که به قول آقا بروز یهو بزنیم رو ترمز نریم مستقیم تو دیوار. بله. از کار گذشته باشه دیگه و هم توی رابطه هم توی زندگی که داریم. از طرفی من با نظر اون خوشم موافقم توی این مبحثی که واقعا الان پسرا برای دختر شدن یه جیب و یه کارت بانکی پولم نمیشه گفت یه کارت بانکی شده طرف که من میبینم دختر حتی دختره مستقل نمیگم اونایی که توی روابط سنتی هستن ازدواج کردن یا الان مثل پدر مادری ما یه زندگی نرمال و ساده دارن. الان من خودم یادم مستقلم زندگی خودم رو دارم و اینکه منو آقا خوش میدونه که آقا من کارمو میکنم همه چی اوکیه ولی خب هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که بگم من باید مثلا یه پسر منو تعمیم کنه یا مثلا یه چیز اینجوری. حالا نمیدونم، من نمیگم با بقیه متفاوتم، نه منم یکیم، یه آدم معمولی مثل بقیه، ولی خب طرز فکرم نسبت به دنیا یه کوچولو متفاوت‌تر از اونا شاید باشه و جوری هست که چند وقت داشتم میگفتم که واقعا هرچی دارم بیشتر بهش فکر میکنم به شرایطی که داره پیش میاد توی دنیا خیلی سخت شده اعتمادا و واقعا احس میکنم هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، نه اینکه فمینیست باشم یا بگم که به خاطر این که من نمیدونم به سر آبدم فلان من هیچ وقت نتونم یه رابطه رو شروع کنم، چون واقعا آمار طلاق توی ایران توی کل دنیا خیلی زیاد شده و چه چیزی میتونه به نظر شما مثلا باعث این باشه که اون مرد خوشی توی یه رابطه توی یه زندگی آروم رو بل کنه و به چسب گوشه زندان و حاضر باشه اونجا بمونه مهریه بده ولی نره توی یه رابطه. پس خیلی چیزا هست توی اون رابطه که جور جایت نمیشه. ببین اینا رو که میگی، ببین یه چیزایی هست شما میتونی با فکر و عقل خودت انجام بدی، یه سری چیزایی هست از دستت خارجه. مثلا فرض کن شما اگر ازدواج کنی با یه آقایی بچه دار بشی بخوای از بچه و خونه اینا تیکر بکنی، ها نه که خونه مثلا جارو کنی یا غذا درست کنی، ولی بالاخره کسی که داره بچه داری میکنه نمیتونه سر کار بره. خیلی مسائلی هست که زن به خاطرش احتیاج داره که مرد اونو حمایت کنه، این هیچ بحثی نیست. و حالا اگه واسه ماشین بنز واسه میخره دیگه اون بدهی نیست، اون داره لطف میکنه. ولی معمول به طور معمول شما مرد وظیفشه که از زنی که به خاطر هزار مسئله نمیتونه اونجوری مثل مرد پول در بیاره حمایت بکنه. این یه بحث کاملا فهمیده شده ایه. ولی این که شما یه دختری باشی، مثلا فرض کن شما رو نمیگم، یه خانمی چون با این آقا داره میره بیرون و چون مثلا روابط سکسی باهاش داره ازش بخواد که اینو از لحاظ پولی تأمین کنه، چون من دوست دختر تو هستم، این میشه سکس در مقابل پول که اینم اشکالی نداره. ولی توقع برای مردا پیش نیاد فکر کنن تو رابطه عشقی هستن و زنایی که این کارو میکنن خیلی هاشون وظیفه مرد میدونن که اینو این پولا رو واسهشون خرج کنن چون داره به من دست میزنه. و اگه بهش بگی شما پراستیتوت هستی میگنم من پراستیتوت نیستم، گرچه من پراستیتوت خیلی احترام میذارم و هیچ مشکلی هم کار من ملامتش نمی کنم، ولی اون کارم پراستیتوشنه. ولی اگه یه زن این کارو بکنه توقع داره بهش خرج بشه به خاطر که این آقا داره بهش دست میزنه،
این یه طبقه پولی مثل پراستیتوت میمونه. به خاطر همین اون مرد باید بدونه که این به خاطر پولی که داره خرج میکنه براشه که باشه و در همون حد بهش احترام بذاره. عشق و عاشقی و ناراحتی و بعدن بگه من عاشق تو شدم بعد حالا تو رفتی دوست پسر گرفتی و حالا من بیام چاقو بزنم به خودم یا به تو یا به اون پسره یا بیام دیوانه بشم برم بیمارستان روانی، اینا همه توقعات چیزاست که پشت سر توقعات بیخود اتفاق میفته، توقعات غیر واقعی اتفاق میفته. خب دیگه جنگ، هر کی میتونه هر کسی رو له میکنه اگر وجدان و مروت نداشته باشه، اگرم که نه اگر احترام داره که میتونی رابطه خوب داشته باشه. داشتن رابطه خوب این روزا سخته به خاطر اینکه جهان و دنیای عمومی زنونه به زنا میگه که هر چی میتونید مردا رو تیغ بزنید و هر چی میتونید له کنید و 6 سال پیش یکی به تو لبخند زده حالا بیا بگو منو رپ کرده، حرفایی که قدیم تو مثلا توی آمریکا و غرب بوده حالا الان دیگه اینجا کهنه شده، الان اومده توی خاورمیانه و شرق و ایران و کشور همسایه. درسته دقیقا، مرسی. من دیگه حرفی ندارم واقعا. من از این خواهش میکنم که حتما دوباره تشریف بیار تو برنامه پرچونه و با دوستانتون بیاید. ما قصدمون از این حرفا سبک کردن زنها یا ملامت کردن زنایی که به خاطر که طبیعت زنونه دارن نیست. ما قصدمون اینه که هر کس جای خودش رو بدونه، مردا بتونن آزادی خودشون رو دست بیارن و زنا بتونن احترام خودشون رو به دست بیارن، چون این دوتا متقابل همدیگه است. مرسی که تو برنامه شرکت کردی. بله. Freedom for men, respect for women. ای والله. هم شعارمون همینه. ای والله. دست شما درد نکنم و به روز. ما هم چون یه نتا صدای چیز داره من خودو برای منم تایپ کرد الان شیلا گفت ما پیش از قد رو خط نباشیم دو دوستان دیگه هم بتونن رو خط بیان. با هم خوشحال شدیم، ممنون که به ما وقت دادید. مرسی آقا، مرسی شیلا خانم و دوست از اون، ممنون که زنگ زدی. خداحافظ. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بدرود. بله. 310-896-75-24 گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار لطفا، گوشی 310-896-75-24 شماره تلفن پرچونه است. لطفا روی واتساپ تکس بدید که به گروه واتساپ اضافتون کنم. پرچونه شو 3 آیدی فیسبوک هست، پرچونه شو 3 یا پرچونه یه خانمی گلومو گرفته اینجوری من زبونم افتاده بیرون داره خفم میکنه، اونجا عضو بشید. تو فیسبوک اینستاگراممون هست که همون پرچون است و در سوشال میدیای دیگه هم از روی فیسبوک و یوتیوب اینفورمیشنشو میگیرید. روی وبسایت پرچونه.com برید، لطفاً به شوی پرچونه میتونید اگر بخواید کمک بکنید با ارز دیجیتالی USDT یا US Tether که همون ارز دیجیتالی است. شما از هر جای دنیا میتونید حتی $1 هم شده بتونید به شوی پرچونه کمک کنید بدون هیچ کارمز یا هزینه اضافی که برنامه ما بتونه تقویت بشه. تشکر میکنم از همون دوستانی که از روی پیپل یا حساب بانکی یا توسط ارز دیجیتالی کریپتوکرنسی به شوی پرچونه کمک کردن. 310-896-75-24 میتونید شما اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید. شما هم میتونید یک تلویزیون لایو ریموت داشته باشید که سر تا سر دنیا بینندگان شنوندگان شما رو ببینن. همینجا که میبینیم الان توی حیات پشتی پرچونه هستیم، توی استودیوی عظیم و 18 طبقه پرچونه که گاراژ نیستیم و این سیستم توسط یک لپتاپ داره مستقلن به صورت فول ایچ دی، مولتیپل استریمینگ، ادپتیو استریمینگ، حتی اگه شما گیرنده هاتون و اینترنتتون ضعیف باشه هم میتونید سیگنال خیلی ضعیفتر بگیرید و رادیو و تلویزیون همزمان داره پخش میشه. شما میتونید با یک دوربین معمولی و یک لپتاپ متوسط یک تلویزیون جهانی داشته باشید. قیمتش انقدر کمه که حتی عمو پرچونه هم میتونه بپردازه. 310-896-75-24 با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید. سلام آقا بهروز گل. مخلص داداش، بفرما رو اری داداش. خیلی مخلص.
مخلصین آقا بهروز. اول از همه این که خیلی ممنونید کریپتوکارنسی رو راه انداختی. اتفاقا از روزی که این داستان به وجود اومد، من همیشه که از آرزوام این بود که شما این کار حتما انجام بدی، ما بتونیم یه جوری از خجالت شما در بیاییم و این همه زحمات شما رو جبران کنیم. خواهش میکنم، لطف میکنیم. بفرمایید، رو ایر هستید، بفرما بگو. خیلی ممنونم، لطف داری. بعد آن روز خیلی اینجا وضعیت خراب شده، چیکار باید کرد؟ چه نظری خراب شده؟ با هر جان؟ از چه نظر خراب شده؟ از این نظر که شما با هر کی آشنا میشی، با هر دختری، حالا تو هر سنی باشه، میبینی که ای بابا اینم به جورایی تش باد میده و اول آخر پولیه، خیلی پولی اینجا زیاد شده. آقا بروز خیلی خوبه که داداش، شما تو ایران هستی؟ شما تو ایران هستی دیگه، درسته؟ بعد تهرانم. و اینکه الان چون حالا یه مقداری وضعیت جامعه هم به هم ریخته شده، بعد اصلا حالا هم که خیلی محتاط شدن دختره، چون کار درست ندارن، از لحاظ اقتصادی کم لازم بهشون خالی شده، و همین که اصلا فقط پیشنهاد پول دارم بهت میدن. یعنی خب عالیه که، من نمیفهمم شما چه شکایت دارین. عالیه که ببین، اولا که خواهش میکنم شما لطفا صدای رادیو تلویزیون هر چی که هست اونجا اونو قطعش کن لطفا. بعدم قطع کردم. خیلی خوب، اولا که این عالیه که، بخاطر که همیشه زن پولی بوده. شما 100 سال پیشم که می‌بینی رفتی طرف ازدواج می‌کرده، پول نمی‌دادی، دختر نمی‌دادن بهش. این که چیز جدیدی نیست. الان فقط فرمول حالتش عوض شده، فرمتش عوض شده. دخترها خودشون بیزنس خودشون رو دست گرفتن. به جای اینکه برن جوری و بله به رون و نمی‌دونم بله به جون و اینا رو بگذرونن و حالا یه مهریه شاید بگیرن شاید نگیرن، آقا به جای اینکه یه چیز کل فروشی کنن، ریتیل می‌کنن. ساعتی میفروشن، چه اشکالی داره؟ ببین این مسئله که این پولیه شما رو عذاب میده که همیشه بوده، جدیدا نشده. این مسئله تازه اینجوری شما قیمت کمتری هم میپردازی. ضمناً وقتی که همه دارن راجبه پول صحبت میکنن، دختر همه پول میخوان که همیشه میخواستن، الان راجبش حرف میزنن، شما باعث میشه که قیمت بازار بهتر دستت بیاد. اگه من یاد باشه یه برنامه داشتیم با آقای جک، قیمت زن در دنیا، آقای جک هم بود و دیگران هم بودن، هر کی میگه آقا جای مختلف قیمت زن چنده، یکی میگه تایلند 15 دلاره، یکی میگه تو مکزیک 20 دلاره، یکی میگه تو ایران نمیدونم 18 دلاره، نمیدونم 25 دلاره. این قیمته هم که من میشنوام همین حدود 18 25 22 23 30 دلاره دیگه، بیشتر از این نیست. و شما به عنوان یک مشتری خوب باید بازار رو بشناسی و قیمت رو بدونی. اون وقته که به دختره میگه آقا جون اگه پول میخوای قیمت اینه، ساعت انقدر، دو ساعت انقدر، شب انقدر، با من بیای مسافرت انقدر، هر چقدر پول داری، هر چقدر تو میکنی ارزش داره اون دختر، وقتی بیشتری باهاش بگذرونی اون پولو به قیمت بازار بیشتر بپرداز. شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ آخه این کورسوی امیدی هم که ما داشتیم، اگه 1% بخویم حداقل یه آدمی پیدا بکنیم که برای 2 ماه هم شده بشه باهاش در رابطه بود و خوش گذروند و این همه نابود شده. خب صبر کن ببینم در رابطه باشی، یعنی ببخشید وایسا در رابطه باشی، پول خرج نکنی، مفتی در رابطه باشی، هیچ کاری نکنی، یا نه یه چیزایی مثلا خرج کنی، ناهار ببری بیرون، شام ببری بیرون، پول مسافرت میری بدی، نمیدونم میری خونه چیزایی بخری، یا باید اینا رو بخری، خرید مرید کنی، یا که نه تو خونت بشینی با پیجامه ابریشمی خودت، روب دوشاب ابریشمی، خانم بیاد همون پولایی که قرار بود خرج می رستوران این تمون طرف کنی نقد بدی دستش. اگه قرار باشه که دختری با دیگران بوده باشه و بعد بیاد با تو که مثل الان اکثر دخترها اینطوری هستن و بعدم خرج داشته باشه، خب شما پولشو دقیقه ای و ساعتی باشه حساب کن. اگه پول میخواد، شما که نگفتی که خانم بیا شما با من رابطه داشته باش من به شما پول بدم، ایشون گفته من پول میخوام، ایشون جنس مال خودشو میتونه بفروشه، اگر کار اخلاقی خوبیه یا بدیه خودش میدونه. شما دستت به هر زنی برسه هم که باید پول بدی، غیر از این نیست. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی جورایی بشه پول نداد، ولی اگه میبینی همه اینطوریان، این درسیه برای من و شما که اون امید رو فراموش کنی. چون اون امید، همین الان دوست قبلیمون هم صحبت میکردیم، گفت همین روزنه امید و فلان اینا، گفتم امید غیر واقعی باعث له شدن خودت میشه.
درست میفرمایید، ولی خب مثلا همین اینستایی که شما مثال میزنی الان خیلی به اینستا فعالیت میکنن، پیجایی نمیدونم 200K فالوور دارن و 500K فالوور دارن، اینا هم دقیقا جزو همون که اصلا به راحتی با یه آفر خوب بلند میشن میان. و بعدی این مسئله به نظرم فقط این که اون که حالی که شما قبلا توی برنامه میکردی مثلا با چهار تا دختر برنامه میکردی، بعد مثلا باشون حال میکردی، یه دونشو انتخاب میکردی، با چهار تا برنامه میکردی دستم داشتی، اون دیگه نمیتونی داشته باشی. یعنی حتی اون سکس هم با توجه به این که از اولش میدونی چه خبره و این داره میاد که اون پوله رو بگیره، اونم دیگه مثل قدیم حال نمیده. شما به اصلا که ببینم برادر، یه چیز باز من بپرسم، چیزی باز من بپرسم، شما از این که زمان قدیم واقعیت رو نمیدونستی خوشحالی؟ زمان قدیم هم خدا رو شکر من یه 10-12 سالی هست برچونه بوسم دارم، ولی به این شدت نبود. مثلا طرف میدید شما یه وضعیت اوکی داری، حالا خرج میکنی، سفر میبری، کادو میخری، خوب میموند، ولی الان دیگه اونا هم بیرن نمیخوام. همون اول خب نخواد آقا، بیزنس خودشه داداش من، بیزنس خودشه، نخواد. مثل که بگه شما آقا لباس پوشیدن بلدی یا نه. یعنی چی لباس پوشیدن بلدی؟ منظورش اینه که شما جای سرد بلدی لباس مناسب بپوشی، جای گرم بلدی لباس داری، اون لباس ها رو میدونی چیه، بود نگه داره که هوا سرد شد لباس گرم بپوش، هوا گرم شد لباس گرم در می داره لباس خنک‌تر میپوشی. شما که باید واقعیت رو بشناسی. زن پولیه، پولی بوده، همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. زن کالاست، خودش میگه زن کالاست، خودش پول میخواد، خودش جنس داره، خودش ساعت داره. ما چی کار هستیم که بگیم آقا نخیر تو کالا نباش؟ میگه من کالام این پولیه، سینه من بزرگ و خوشگلتره، من ساعتی $5 بیشتر چارج میکنم، $10 بیشتر چارج میکنم. اون شعر اون خواننده دختره بود سیاپوست آمریکایی، میگه my make shakes are better than yours but they gonna cost you but you have to pay. یه همچی چیزی میگه، من سینم بزرگتر از بهتر از تو اینا، ولی خب با چه have to pay، یعنی پولشو باید بدی. خب این قانون همیشگی تاریخ زنان بوده، این چیز جدیدی نیست. شما چون خیال میکردی دختری که مثلا اون موقع بهت میگفته که من پول نمیگیرم ازت، پول نمیخوام، خرج نداشته، اشتباه شما بوده، داستان نمیدونستی. یه سری آدمایی هستن خوشتیپن، به دلایل یه سری تکنیکا رو بلدن، یه سری کارا بلدن، در یک شرایطی قرار میگیرن که میتونن با یه سری کلکایی پول ندن یا کمتر پول بدن، یا در دوران یه جوانی خیلی خوشتیپی و هزار جور اندام زیبا و فلان اینا و تکنیکای دیگه یه مقداری پول ندن، ولی اونا از اون دوره بخوام بگذرن، زن به طور کلی پولیه. پس شما اینا وقتی فهمیدی قیمت بازار میفهمی، طرف هم که میگه آقا من پول میخوام، شما میگی چقدر پول میخوای؟ میگه تو باید اصلا من نمیدونم گردمند طلا بخیر. میگه خب عزیز من گردمند طلا هست مثلا $140، این دختر 19 ساله اینجا حاضر بیاد با من مثلا $28، پس نمیشه، قیمتت گرونه. آبجی بفهمید، خدا ان شاء الله روزتون جای دیگه بده. این میره قیمت بازار میفهمه، برمیگرده قیمتشو تصحیح میکنه. این اصول بیزنسه. شما چرا ناراحتی؟ حالا اگر یه موقع دیدی زنی هستش که زن با شعور فهمیده ایه، پولم میخواد ولی زن خوبیه، نه که پول نمیخواد، پولم میخواد ولی زن خوبیه، با فهمه، میگه، میخنده، موزیک گوش میکنه، رستوران میری، تیست داره، یه جایی میبریش مثلا رفتارش قشنگه، خب میتونی رابطه‌ت باهاش بیشتر ادامه بدی. این هم آدم زن دارن، هم دارن پول میدن، چه فرقی داره؟ خب فرقش دقیقا تو همینه دیگه. از هم اول روکوراست دارم به دیگر کش رو بده، پول رو بده. اون موقع حالا یه مقدار حالا از صداقت خانم شما ناراحتی؟ وایسا 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 وایسا، از صداقت خانم شما ناراحتی؟ نه، از این ناراحتم که خب اینایی که الان ما به صورت پولی از هم اول میانیم باشون در ارتباطی، میان تعریف میکنن که خب مثلا ریلیشن هم دارن، خیلی از این پسرهای خوشتیپی هم که شما تعریف میکنی خب با اونا هم هستن. یعنی میگن اگر که وضعیت اینجوری شده، اینقدر نازل شده، خودشون هم رو کراست برمیگردن همین چیزو به آدم میگن، آدم دیگه به چه امیدی اصلا؟ بعد بفهم که خطری که میتونسته
بفهم که خطری که میتونه سالیان سال زندگی تو سیاه کنه و تا لحظه مرگت صدای زر و نق اعصاب خورد کنه اینو بشنوی و خیال کنی یه دختری بود که پول نمیخواسته و منو برای خودم میخواسته، اون خطر از بیخ گوشت گذشته تا آخر عمر دختران جوان بین 18 و 19 و 20 و 22 در اختیارته به قیمت بسیار 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 ارزونتر از ارزونترین زنی که میتونی باش ازدواج بکنی. و خوشحال باش و برو ویدیو گیم تو بازی کن، مسافرت کن، ورزش کن، هر جای دنیا هم این 20 دلار در بیاری همون دختر در اختیارته. یه جایی ممکنه گرونتر باشه، مثلا 60 دلار در بیاری. بله دیگه، اینجا هم دقیقا رسید به جاهای دیگه خدا رو شو. یعنی اگه میگفتیم تهران یه مقدار عقب مونده، یا مثلا اون خانمایی که بیزینس میکردن یه جور سیستم متفاوتی داشتن و حالا یه مقدار فرق میکردن، اینا این تهران هم دیگه یه جوری شده که اصلا تشخیص به هیچ عنوان نمیتونی بدی، سن و سال هم دیگه به هیچ عنوان نداره. اصلا دیگه اون دورانی که 5 6 سال پیش 10 سال پیش بود که یه قشری بودن که داستانشون جدا بود، اونم دیگه کلا تموم شده. تمام میشه، دنیا متفاوت، دنیا تحول میکنه برادر، دنیا تحول میکنه و شما به عنوان یک آدم فهمیده و باشور باید هر لحظه مثلا که درجه حرارت رو چک میکنی و لباستو مناسب با اون درجه حرارت قرار میدی، با حرکت های دیگه دنیا هم باید خودتو ادپت بکنی و تطبیق بدی. اگر نه مشکل از اونا نیست، مشکل از شماست. چرا ناراحتی؟ پولی رو که قبلا یه جور دیگه میدادی به زن رو میومد تو اتاقت، حالا یه جور دیگه میدی. همونجوری که مدل لباس ها عوض شده، همونجوری مدل رقص ها عوض شده، مدل حرف زدن ها عوض شده، الان مدل سکس هم عوض شده. حالا شما باید خودتو ادپته بکنی، تطبیق بدی، دیگه دنبال اون آرزوان نباشی. فکر نکنی که حالا همه پولی شدن، حالا مامان شما رفته با دختر خاله یکی از بچه های دوران مدرسه خودش آشنا شده، گفته ببین این چه دختر خوبی داره، من اینو بگیرم واسه پسرم، و تو یهویی باور داشته، بخاطر که اون امید هی پشت سر تو داره همینجوری تو رو عذاب میده که این دختر خوبو پیدا کنم و از منجلاب این دخترهای کثیف خودم رو بکشم بیرون، و با همون امید یکی از همون دخترها رو به خوردت میدن. ما شایده خودتون آن دنبال این حقا هیچ وقت نبودیم، در همین حقا شده چند ماه یکی رو تحمل کرد که حتی اقل یه دوتو سفری باش به چهار تا برنامه هم باش بکنه، دیگه این هم به شما وجود داره. چرا نه، هستش برادر، نه اشتباه میکنی، اشتباه میکنی، هستش، خیلی هم خوبه. خیلی ببین مثل همه کسای دیگه، این همه آدم، شما چند تا رفیق مرد میگم و چند تا رفیق مرد معمولی خوب داری، چند تا رفیق خوب داری که خیلی خوبن، دمشون خیلی گرمه؟ خیلی خوب، شما در طول عمرت الان مثلا شما 30 سالت شده هرچی، فقط با 4 تا مرد برخورد کردی؟ نه خوب. خیلی خوب دیگه، خیلی این همه مرده، یکیشون عوضی بوده، یکیشون اونجوری بوده، یکیشون مرضی داشته، هر کسی یه جوری بوده، شما نخواستی با این رفیق بشی، به زور که نگفتن شما با این 4 نفر رفیق شو، اون بقیه چی؟ این همه آدم اومدن شما این 4 تا رفیق شده. زنم همینجوریه، زن برای خودش شخصیت داره، سوای این که زن بیزینسش چیه و کجای بدنشو داره میفروشه و شما کجاش دست میزنی چقدر پول میدی، این زن برای خودش شخصیت داره، مثل من مثل شما شخصیت انسانی داره. بعضیاشون عوضی ان مثل خیلی از پسرا، بعضیاشون هم آدم حسابی ان مثل خیلی از پسرا. در نتیجه شما اگه به زنی برخورد کردی که آدم حسابی و خوب بود، قیمت سکسشو میپردازی، میتونی دعوتش کنی بیرون، میتونی هر جا بری با هم دیگه، نخواستی اصلا سکس هم نمیکنی، میتونی رفیق باشی اگه نخواستی سکس بکنی، نه که اون نده به تو، اون یه داستان دیگه است. و اگه این آدم عوضیه ولی هیکلش خیلی قشنگه، هر موقع لازم داشتی نیم ساعت استخدامش میکنی، اگه دیدی نه آدم حسابیه، خب باش دوستی برقرار میکنی، میبری شام بیرون، پولم بهش میدی که بدونه که داره بیزنسش انجام میده، خوشحال بشه مثل بقیه زنای دنیا. شما چرا ناراحتی؟ یه زن عوضی بود باش دوستی نکن، سکسش خوب بود بیاد و بره. یه زن آدم حسابی بود باش دوستی کن، گردش برو، مهمونی برو، دستشو بگیر بگو این دوست دختر منه، چه فرقی میکنه، اون پولشو میخواد بگیره. خب ضمن این که اگه آدم حسابی بود اون میفهمه که با تو میشه دوست بود، اونم آدم، اونم شعور داره. و اگر شما با همدیگه کلیک بکنید و شخصیتتون با همدیگه قابل دوستی باشه و همخوان باشه، اون وقتی که میتونه اونم با شما دوست بشه. هزاران هزار پراستیتوت فنی و حرفه‌ای که حتی تو کلابا و استریپ کلابا اینا کار میکنن با خیلی از مشتریاشون دوستن، بعضیاشون با هم ازدواج هم میکنن، بعضیشون بچه دار هم میشن از هم دیگه.
خب اونقدر جنبه رو با این جنبه شما قاطی نکن. و مهمه که دنبال دختری که اونجوری نباشه من عاشقش بشم نباش. اگه میخوای خوشت بیاد و دوست داشته باشی با دختری وقت خوبی بگذرونی، بدون اونی که ساعتی پول میگیره، با اون که اصلا هیچی نمیگه ولی باید گردمند بعدم واسش بخری، هیچ فرقی نداره. درسته که حرفتشون دقیقا توی کته بگم، ولی خب خودتونم با توجه به صحبتی که کمشه تو شایتون کردین، برداشتی که من داشتم این بوده که خیلی رابط و معافقه درست تو نبوده. بگم خودتون گفتین من هیچ وقت به همچین چیزی حال نکردم، با اینکه هست و بوده و فلانه، ولی من ترجیح دادم که این کار انجام ندم. من این زده مشکلم همین مسئله بود، چون دیگه دیدم دقیقا یکی شده نسبت به 95 درصدشون، یعنی چون که واقعا همین شکلی شدن 95 درصدشون، یعنی از این مشکل داشتم که نمیتونی واقعا راحتی که بتونی رتب بری دختر داشته باشید، با توجه این که از هم اول نمیانی حرف رو میزنم و خیلی هم بعد مطرح میکنم اونا هاشون هم شکلی شدن، یه ذره اون فیلینگ هست که اونم به قول شما تو کاملا درست میفهمیم چه اول بگیره چه آخر بگیره دیگه. بعدم یه مسئله دیگه، شما ظرافت هر شخصی رو، ظرافت حرف زدن و ظرافت رفتاری هر کسی رو نباید معنی بکنی به ارزش اون واقعی اون کارش. یه نفر میگه شما میری تو مغازه منیو میذاره جلوت، میگه آقا این غذا اینقدر، این غذا اینقدر، این غذا. یه نفر میره تو مغازه همون غذا هست، یارو میره سر میزه میگه داش جالی که ها داره 18 داره بالا میگو داره 22 داره، اینجوری باید حرف میزنه. شما ظرافت رفتاریشون اینا با چون با هم فرق میکنه، در این معنی که چیزی که میخوایشون بخری اونو بخوای جاج بکنی و راجب اون بخوای نظر بدی. بهتر آدم با کلاس و با اتیکتی رو آدم باش رابطه داشته باشه، ولی خب اگه دیدی یه نفر اتیکت کاریش هم پایینه، خب دیگه جنس رو که میخوای بگیری بخر. یه چیز دیگه هم هست، من گفتم بارها تو شو که از بودن با پراستیتوت لذت نمیبرم، منتها یه مسئله هست و اون اینه که پراستیتوت زمان قدیم و 20 سال پیشی که من شوی پرچونه رو 19 سال پیش شروع کردم مثل پراستیتوت امروز نبود. همونجوری که خودت گفتی الان همه پول میخوان همه فلان اینا، دنیای زنونه این قضیه رو شیمش رو از روش برداشته و چقدرم خوب شده که شیمش رو از روش برداشته، چون دخترای بسیار خوبی هستن که الان راحت ازت پول میگیرن و باهات میان و تو اگر میخواستی یه همچین دختر خوبی رو اگه پول نمیخواست به دست بیاری اصلا به مخیلت هم نمیگوجه همچین دختری به تو محل بذاره، ولی خب حالا پول میخواد بگیره و آفرین و شیم و شرم برداشته شده، حیا دیگه معنی نداره و چون حیا معنی نداره برنده واقعی تو هستی که میتونی به دست بیاری دختر. پراستیتوت زمان قدیم مثلا فرض کن بگیری 30 سال پیش یا مثلا فرض کن 20 سال پیش، پراستیتوت اون موقع یه زنی بود در و داغون از همه جا رونده مونده شکست خورده بدبخت، دستش به جان نمیرسه، بچه داره میتونه خرجشو بده، نگاش میکردی احتمالاً معتاد بود، هنوز هم از اینجور پراستیتوت ها هستن، معتاد بود، بدن خالکوبی و نمیدونم له و لورده و داغون و خودش نگاه میکردی اصلا لبا آبی و فلان اونا، حالا یک خود از اون بهترم بودن پراستیتوهای خیلی گرونتر، ولی این که مثلا کسی که دست من و شما با 25 دلار و 30 دلار بخواد بهش برسه یه آشغال بود که به هیچ وجه قابل نگاه کردن نبود. ولی تو دو دهه گذشته ما تشکر کنیم از این آسمون که به ما اجازه داد زندگی کنیم و این روزا رو ببینیم و شکر کنیم که هر دختری تو میتونی الان داشته باشی، اسمش حالا پراستیتوت یا هر چی، وقتی همه خودشون پول میخوان پراستیتوت مدر الان مقدار، من نمیخوام عدد بگم ولی درصد بسیار قابل توجهی از دخترای دانشجو در هر جایی که دانشگاه هست دارن این کار انجام میدن، منتها بی سر صداست، حالا یا دانشجوی خارجیه یا فلانه یا یه اسمی روش میذارن، نخیر دختری که مثلا خانه دو طبقه 2 میلیون دلاری دارن در مثلا 5 مایل اون طرفتر از دانشگاه، اون دختر این کار نمیکنه. بله، ولی به طور کلی میبینی این کار انجام میدن، دخترای بی پول فقیر هم هستن، زنای درب و داغونی که نمیتونی نگاه کنی بو گندم میدن هستن این کار انجام میدن، دخترای بسیار خوب هم هستن. پراستیتوت مدرن خیلی عوض شده، به خاطر همین دنیا برای من و توی مرد مجرد که فهمشو داشتیم و شعورشو داشتیم و خودمون اسیر یه دونش نکردیم
بسیار جای قشنگه، هیچ جای شکایت هم نیست. اگر شخصیتت خوب بود، اگر اون دختر با شخصیتی بود، میتونه با تو دوست هم باشه. اگر نه، مثل اون همه آدم مردی که با شما پیدا شدن، تو زندگیت قرار گرفتن، جز رفیق فابریکات نشدن، اونم راشو میکشه میره، جز رفیق شما نمیشه. تشکر میجام باید از شما هم بکنم آقا روز که این امیدواری و حیداری که با سن بیشتر میشه دختر خیلی بهتر و دست رو برد و الان شما نمیدونی این چه چه بکنم ساله تو تهران چی کار دارم میکنم. یعنی اصلا دخترهای سوپر مدلی که با هیچ روشی به دست ما نمیدونم حتی شما بگو بهترین جواهر رو برشون بخر تو برنامه های اونا نمیدونم آقا روز چی کار دارم میکنم. ما که امیدونیم فقط اینه که به این شما الان چند سالته؟ من الان 29 سالم. تو الان تازه وارد 30 سالگی هم نشدی تا چه بخواه برسی به وارد 40 سالگی. و شما اگر بخوای ببین پول که نداشته باشی به ندرت میتونی دختر گیر بیاری، مگه یه دختری بیاد با تو بدون پول بره بیاد بگه من زندگی برای تو گذاشتم چرا با من ازدواج نمیکنی؟ من از اون دختره نبودم که زندگی تو بخوام که من دختر برای پول بگیرم مجبورت کنه ازدواج کنی بقیه زندگی تو به گند بزنه. احتمالا خوشگل هم نیست یه همچین دختری که وقتی پیداش میشه. در غیر این صورت شما کارتو انجام میدی؟ تلفنت خشخش میکنه تو این گوشیش لطفا دست نزن. در غیر این صورت شما کارت انجام میدی، پول تو جمع میکنیم، پراستوتو معمولی فرض میکنیم اگه $30 شما با $30 میتونی، من چیزایی که شنیدم از ایران اینا همین حدودا بوده، اگر $30 شما $30 میدی و مثل غذایی که میخوری، مثل هتلی که میخوابی، مثل اتومبیلی که سوار میشی، هر چیز دیگه، آب و برقی که استفاده میکنی، اینا رو پولشو میدی. اگر هم موقع از اون خوشگل خوباش هم خواستی، هرس خوردن نداره، پول سه تا از اون $30 رو جمع کنی، پول یه دونه $100 میشه، اونو بخر استفاده کن، روز تولد یه دونه گرونشو بخر، دو تا از این کارو بکنی، چهار تا خوبش هم باید رفیق میشن. بعد دیگه اینجا در حیات آفری که تالایی دادم به من همون $400-$500 میشه. دلار بخواهی حساب بکنم $400 $400-$500 بابا من چی میگی شما؟ من از تهران رو این طرف داشت از $500 اینو شروع میشه چیزی که الان قابل نه بابا نه اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی. نه نه عزیز من اونا میدونن شما قیمت رو نمیدونی، رد میکنن بریم. من که الان تو ایران زندگی نمی کنم، پام هم 30 ساله ایران نذاشتم، بازم الان قیمت ها رو میدونم. ای واسه من ویدیو میفرستن تو همین واتساپ قشنگ دختره میگه قیمت اینقدر، من 300,000 تومان نمیدونم 200,000 تومان 100,000 تومان چه میدونم من چیزای اینجوری، اصلا به $500 نمیرسه که. $500 میشه $1,000,000. این قیمته که شما میفرمایید هست، ولی خب چیزی نیست که ارزش اصلا داشته باشه آدم. خب به هر صورت خودت میدونی دادش، بحث ما الان اون نیست، بحث ما اینه که شما واقعیت دنیای امروز رو بفهم و بدون در دنیای امروز چجوری زندگی میکنن. حالا ممکنه یه جایی هواش خیلی گرم باشه و شما نتونید تو این هوا گرم طاقت بیاری، باید جا تعوض کنی جایی که هواش بهتر. دمت گرم، مرسی که تماس گرفتیم. دوستان عزیز 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه امروز اوپن مایک هست و این موتوری ها ما رو خفه کردن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. مخلصیم داداش. بله صدا پخش میشه عالی. بفهم رویر هستی. بحثم در همین رابطه بود، ولی خب یه ذره میخوام شسته رفته تر حرف بزنم. بگو جنگی بگو، بچه ها منتظرن، جنگی بگو با انرژی که بریم بقیه رو بگیریم. ببین آدم باید تو 5 تا زمینه تو زندگیش هدف داشته باشه. یکی شغل و کاره، باید هر کسی یه کاری واسه خودش جور کنه درآمد داشته باشه. یکیش تحصیلات و ایناه، ادامه تحصیل حالا میخواد بده نمیخواد بده تا چقدر میخواد بده. یکیش رابطه با دوستانم
معمولیشه، یکیش چه سلامتیشه، یکی از اهدافی که تو زندگی آدم باید داشته باشه رابطه با جنس مخالفش. این قضیه توی تهران، توی ایران خیلی دوچار تحول شده. مثلا منم حدودا 30 سالم، خب نسبت به 10 سال پیش خیلی عوض شده. خب منم آدم، حالا من چون هفته قبلم زنگ زده بودم دوستان نظر دادم، من آدمی نیستم که رابطه تا حالا نداشته باشم، نداشتم و اینا. خب اتفاقا رابطه هم داشتم. خب فقط من الان این بحثی که این که چرا الان اینجوریه، خب چرا نمیدونم الان باید اینجوری باشه، اینا ما میخوام بذاریم کنار. حالا اینجوری هست، ما توی همچین دنیایی داریم الان زندگی میکنیم، اینجوری هست. بله. سوال من اینه که ما الان باید چه کار کنیم؟ خب که یه برنامه داشتین شما توضیح میدادین راجع به بویفرند متریال و هاسبند متریال. خب که ما چه کار کنیم که هاسبند متریال نباشیم؟ خب چون من یه آدمی هستم یه ذره نمیگم حالا خیلی خوش تیپم، خب نمره بخوام از خودم از 10 بدم بالای 7ه، چون مثلا تا حالا چند تا از این دختران بهم گفتن چهرت خیلی خوبه، خب پیکرم رو نمیگفتم چهرم. خب من مثلا 30 سالمونه، زیاد سن زیادی هم نداریم، خب مثلا 40 سالم نیست که بگم حالا من فقط میخوام پول خرج کنم. خب میخوام بجز پول خرج کردن بذار جزئیات میخوام، خب که ما چه کار کنیم، چی جوری رفتار کنیم که بتونیم اون کسی باشیم که با دختر رابطه داشته باشیم. زندگی اون جوونیمون داره میره دیگه، الان 30 سالمون شد پس فردا میشه 33 سالمون، پس فردا میشه 35 سالمون، میخوام عمرمون هم داره میره، این اقتصاد خرابم، بازار کارم خرابو، میخوام زندگی کنیم، لذت ببریم از زندگیمون. بلد نیستیم، کسی اون یاد نرم. من خود من یادم میام که این چیزها رو خیلی دیر یاد گرفتم، کسی رو یاد نداره بود. با برنامه شما هم البته آشنا نبودم، الان 4-5 ماه آشنا شدم. ایوالا خوش آمدی به برنامه برچونه. من یاد الان بقیه هم بیان نظر این آقای جکی بود، خیلی خوب حرف میزد. خب اون تا 2-3 تا برنامه شو نتونستم پیدا کنم، بیشتر نتونستم پیدا کنم. بیان آقا جزئیات، راجع جزئیات بحث کنیم. الان مثلا یه نفر پیشنهاد داد تو همین تهران، بیشتر یه نفر، 2-3 نفر گفتن توی تهران تورای مسافرتی هست، تور 2 روزه 3 روزه. خب شمال مثلا، تور 2 روزه شمال قیمت زیادی هم نداره، 400-500 هزار تومان. خب 2 روز میره شمال، بعد میگفتش اکثر کسایی که این تورا رو میرن فقط برای دوست دختر پیدا کردن، نصف اتوبوس دخترن، نصف اتوبوس پسرن. خب بعد میگفتش که اکثرا مثلا یه دور یه تور شمالی میرن 2-3 روزه، یه کیسی پیدا میکنن، 2-3 ما توش میمونن، بعد دوباره اینا باش خود اون دخترها میدونن البته، اینا باش کات میکنن میرن یه تور بعدی، یه کیس بعدی. خب مثلا یکی مثلا این راهو پیشنهاد داد. خب در مورد تهران راه‌های دیگه ای هم هست که من بلدم. خب الان بحث من این نیست که چجوری خودمو در اون مکانی که دختر رو هستن و پیدا کنم. من بحث من اینه که رفتاری که باید داشته باشیم چیه، چون مثلا قبلا خیلی راحت‌تر بود رابطه برقرار کردن تهران. این چرا بخاطر قبلا همه رو کلیشه میرفتن، ولی الان کلیشه ها خراب شده، هر کس آزادتر شده، دخترها رفتارشون شبیه هم شده و بیشتر شبیه دنیای غرب شده. معلومه چون همیشه دنیای غرب الگو بوده، همیشه هم میگفتن آقا تهاجم فرنگی فلان بسا این حرفا، اونام که گذشت دورانش، به خاطر که وقتی میدیا و اومد و سوشال میدیا اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی دیگه، همگونی فرهنگی شد، یعنی همه جای دنیا فرهنگش یه چیز داره میشه، رفتار دخترها، لباس پوشیدن، فرهنگ بد. مثلا حالا من دوست نداشتم وارد، چون من جلسات قبلی هم زنگ زدم راجع به این قضیه بحث کردیم که نمیدونم این فرهنگ بده و اینا، این آخه بحث بیهوده ایه. من بخوام الان بکنم، بله موضوع اصلا این نیست، موضوع اصلا این نیست،
اصلا موضوع فرهنگ بعد یا خوبه نیستش. آره. موضوع اینه که شما همین سوالت قشنگ بود که ما چیکار باید بکنیم. آره. چیکار که باید بکنی؟ اولی این که گاز ول کنی. من به چشم دوست پسر بهم نگاه کنم. من نمیخوام به چشم این دست شما نیست. پیداش کنیم شوهر خوبیه. دست شما نیست. نه. فکر کن. یه نفر از حد متوسطم زیباییش بالاتر. اصلا مسئله اون نیست. اون ببین برادر، مسئلت اون نیست. نه مسئله شما اون نیست، مسئله همه پسرهای دیگه هم همین. اون نیستش. آره. مسئله مارکته و جوش و خروشی که تو این مارکت هست اجازه نمیده که دختری که سرش انقدر شلوغه بتونه به تو نگاه کنه. اگرم نگاه کنه و توی پسر خوبی هم باشی، آنچنان متفاوت با اون 300 تای دیگه‌ای که در اختیارش هستن، که البته به اندازه زیباییش و تیپ و خوشگلی جوونیش هستش، افراد 300 تای دیگه که هستن، شما آنچنان متفاوت نیستی. در نتیجه آش دهنسوزی نیستی. حتی اگر هر چقدر خوب باشی آش دهنسوزی نیستی. مثلا فرض کنین دوربینی که الان جلوی منه، اگه فرض کنین دوربینی که جلوی منه فرض کن قیمتش 4000 دلار باشه، وقتی بقیه یه سری دوربینا هستن 30-40 دلاری ان، خب آشغالن نسبت به این، ولی وقتی بزنیش بغل دوربینای شبکه CNN، خب این آش دهنسوزی به نظر نمیاد. اگه حالا شبکه CNN هم نه، بزنش بغل 30 تا دوربین 4000 دلاری دیگه مثل خودش، بازم آش دهنسوزی به نظر نمیاد. خب چون شما شبیه تو زیاده و سوشال میدیا همه رو به هم ربط کرده. شما باید بدونی که ماهیای تو این دریا دارن شنا میکنن، هر چند ثانیه اینا به هم دیگه میرسن و شما از این ثانیه ها باید لذت ببری و توقعاتو بیاری پایین و دنبال اون دختر خوبی که مامان شما میخواد، باید دختر خاله نمیدونم دوران بچه مدرسهش ببینه دختر. خیلی خوب. پس با توقع، با توقع واقعی و توقع کم ریلکس باش. به اندازه خوشتیپیت، به اندازه خوشتیپیت، به اندازه فهموشوهت، به اندازه کلاسی که داری، اگر آدم با شعور و فهمیده و با کسی باشه که درکت بکنه، میتونه با تو دوست باشه، ولی به این معنی نیست که چون تو خوشتیپی باید تو با تو بیاد بمونه. اون میتونه با تو دوست هم باشه. پس باید توقعاتو بیاری پایین، خودت باشی، ریلکس و راحت. هنگ اوت میگن، هنگ اوت. من یه مشکلی که دارم اینه که من خواهر نداشتم. خب ندارم. خب ما 4 تا داداش بودیم. بعد از بچگی کلن با دختر بهش خودشون بود. تو ایران هم که میدونی مدرسه ها خب جدا مختلف. بذار من جواب این سوال هنوز تمام نشده بذار بگم. من اصلا ببین، من یه آدمی هم که ارتباط کردم، برقرار کردم با دختر خیلی دیر. علت خواهر نیست. سب کن. سب کن. بذار بگم داستان قدیمیه داری میگی. اصلا مسئله این نیست که شما خواهر نداشتی، چون خیلی هم شانس بود اگه خواهر داشتی احتمالا یه آدم تو سری خوری بار می آوردی، چون خواهر و مادر دست به دست هم دیگه می دادن، هی می دادن تو سر تو و تو سری خور بار می آوردی. مثل همه این آدم هایی که خواهر و مادرشون شیرزنن، خوشون تو سری خورن، منتظرن مامانشون واسه شون غذا درست کنه. شاید شانس آورده باشی که خواهر نداری و با چند تا مرد بزرگ شدی. حالا یه چیزی بگم، من مادرم هم رفتارش مردونه است. خب دیگه ببین، همه اینا شانسای تو. زنونه خیلی کم آشنا هم. خب مسئله اون نیست. ببین شما داری دنبال دلیل میگردی جایی که اصلا اون دلیله وجود نداره. یه نفر دیگه بود زنگ زده بود چند وقت پیش تو برنامه، میگفتش که آقا دولت اینجوری کرده، رژیم اینجوری کرده، خانواده من اینجوری کردن. گفتیم نه عزیز من، مسئله این نیست. مسئله این که با چشم تو باز کنی دنیایی که توش هستی رو ببینی. حالا ما شما خواهر داشتی نداشتی، مادر شما رفتار زنونت یا مردونه است، اینا همه مقدمات زندگیته. ما که اینجا کلاس جامعه روانشناسی نداریم. شما باید چشم تو وا کنی بفهمی دنیا چه خبره، دختر چجوری میاد پیش پسر، چه دختری پیشه، چه پسری میره، یا شبیه اون پسرایی که هستی، این دخترایی که تو دوست داری پیششون میرن هستی که اونا میان پیش تو هم میان. اگه نیستی جورای دیگه ممکنه بخوام بیام، میخوام پول بگیرن ازت. آخه اینم بهت بگم من اینجوری نیست که رابطه نداشتم. خب رابطه داشتم. اونجوری ببین، من احساس میکنم حرف من اینه، اونجوری که باید از جوونیم استفاده میکردم نکردم. خب هنوزم جوونی نگذاشتم، فعلا هستی، فعلا جوونی، جایی نرفته. آره. که 30 سالت هم نشده هنوز. شما اصلا به اون فکر نکنی که استفاده. آره. کردم نکردم. ببین شما یه موجودی هستی، منم هم همینطور، بقیه هم همینطور، وایستادیم رو پامون، داریم اینجا نفس میکشیم، الان داریم زندگی میکنیم. خب شما در گذشته هرچی بوده
خب یاد گرفتی چی کار خوبه چی کار بده، سعی کن تا اونجا که میکنی سرعتتو کم بکنی در رابطه با رفتار با مردم، چه بیزنس چه رومانس، عشق عاشقی، بیزنس، رفیقی، رفیقای مرد، عصبانی شدن، دعوا کردن، ورزش کردن، هر چیزی که زندگیت هست سعی کن سرعتتو کم کنی و اول فرمول و فرمت اون کاری که داره در اونجا انجام میشه بشناسی، بعد بفهم که تو اونجا به قول معروف چی کار هستنی و چند مرده تو اونجا حلاجی. وقتی فهمیدی که از یک تا صدی که امتیاز لازم داره که تو این بازی بازی کنی شما چقدر امتیاز رو داری و چقدر بعضی امتیاز رو میتونی ببری بالاتر، مثل مثلا لباس پوشیدن تو مواظب باشی، چه میدونم مشروب خوردن تو مواظب باشی، کجاها بهتره نری، کجا بهتره بری، یه مقدار این امتیازات رو میتونی پایین بالا کنی. یه سری امتیازات هم دیگه با خودت میاد، مثل که قد تو مثلا تیپ تو قیافت و اینا دیگه نمیتونی عوض کنی. خب اینا رو ببینی چی قابل کاستماایز کرده، چی رو میتونی دستکاری کنی، چی همینه که هست و بر مبنای اون بفهمی که امثال تو چی میتونه گیرشون بیاد و رو اون توقعاتت رو ست کنی. وقتی رو اون توقعاتت رو ست کردی همیشه، چون با زن داریم طرفیم، راجع به زن داریم صحبت میکنیم و زن کالاست و زن پولیه، به خاطر همین شما وقتی در حد توقعاتت دختری که میخوای مجانی به دستت نیومد، چون خیلی دخترها هستن که ممکنه سطحشون از تو پایین‌تر باشه مجانی بیان پیشت، ما نمیگیم همه زن ها پولیان، آره. شما ممکنه بارها شده، من مطمئنم مجانی به معنای اینی که هیچی خرج نکنم نه، من مطمئنم که یه ذره تلاش کنم میتونم دخترهایی رو که با هم دوست بشن همینجوری رابطه باشون داشته باشم، حالا یه کافه ای هم با هم بریم، یه قهوه من مهمونش کنم، یه مثلا تولدش شد یه کادوی مثلا 20 دلاری هم واسش بگم، مثلا این خرجایی و اون بشه دوست دختر شما، اگه همچه چیزی بشه و اون دوست دختر شما بشه، خیلی خوب، هر چقدر توقعات رو دختر بیاری پایین مجانی تر میشه، دختر مثل بقیه اجناس میمونه، هر چقدر شما توقعات رو پایین تر بیاری، دختر جذابیت کمتر، جوانی خوشگلی کمتر انتخاب کنی، این قیمتش میاد پایین تر و از یه حدی بعد مجانی میشه. خب ولی اون تاپ ناچ رویایی رو که تو میخوای پیدا کنی و بیاد دستتو بگیره با هم رابطه سکسی اینا داشته باشه، هم دستو بگیره مثل دوست دختر با هم مسافرت برید اینا، این پولیه اکثرا، و چون این پولیه اندازه خوشتیپی و شیکی و چیزایی که تو داری هرچی هست یا اونو جذب میکنه یا اونو جذب نمیکنه، باید پولشو بدی. حالا پولشو میتونی ساعتی بدی، میتونی یه روزی بدی، میتونی اسکورت بدی، این داستان کل قضیه است و شما میتونید در یه حدی اینو کم و زیاد کنی، بیشتر از اون نباید توقع داشته باشی، به خاطر اینکه اون قصه رویایی وجود واقعی نداره. نداره. من یه خاطره برای ختم کلام بگم. بگو. یا وقت نیست نگم. نه بگو سریع بگو. یه پرستیتوسی بود که من الان این اصطلاحات انگلیسی هم نمیتونم درست تلفظ کنم. اووردمش حدودا 3 سال پیش بود. خب بعد من یه ذره باش حرف زدم، هم دی بیکار بودیم نشستم هم حرف زدم، پرسیدم چجور مشتری هایی داری، مشتری جالب هم داشتی؟ گفت آره من یه خیلی جالب بود، گفت من یه مشتری داشتم، حرف مال نمیدونم 2 سال پیش بود یا 3 سال پیش، گفتش من ماه 100,000 تومن بهت میدم، فقط بعضی وقت رو بهم زنگ بزن، خب من به بام حرف بزن، من به دوستان بگم که دوست دختر دارم الک. اسکورت دیگه هست، الان یکی از بزرگترین بیزنس های دنیا هست اسکورت، با عنوان دوست دخترش باش میره همه جا. آره مثلا میگو فقط به من بعضی وقتا زنگ بزن بام حرف بزن، مثلا مخصوصا تو رفقان بهم زنگ بزن بام حرف بزن. ببین این کار چرا من نمیفهمم که این کار چرا مورد ملامته یا چرا مثلا آدم میخنده به همچی چیزی. اون زن میاد تو خونه تو به یه سری چیزا سرویس میده، حالا ممکنه چیزای فیزیکی باشه، خب میتونه همون پول بگیره چیزای ایموشنال هم سرویس بده، ولی قرار بشه که تو پول خرج نکنی زنی تو رو دوست داشته باشه؟ من نمیتونم مثل اون تر بوده، یکی فقط میگفتش بعضی وقتا بیا واسه من برقص، من رابطه هم نمیخوام با تو داشته باشم، هفته یه روزی یه ساعت بیا واسه من برقص. خب مگه حال نمیده؟ ببین زنه کارش، ببین بذار فارسی صحبت کنم، تا حالا من زیاد فارسی صحبت نکردم، بذار فارسی صحبت کنم، زنه پول میگیره بهت حال بده. خیلی خب این حالو یا به بدنت میده یا به فکرت میده یا به روحت میده یا به ایموشن احساسات احساساتت میده،
بالاخره یه جوری باید بهت حال بده دیگه. حالا مردی که بگه من پول بهت میدم، یعنی من خیلی مرد ماچو گردن کلفتی هستم، من اینجوری فلان سکس میکنم اینا، احتیاج روحی و روانی ندارم. چرا؟ همون خانومی که پول میگیره حال به جسمت میده، میتونه پول بگیره حال به روحت بده. شما اگر دوست دختری داشته باشی خرج نکنی واسهش، حال به جسمت نمیده، روحت نمیده، چی تو روحت هم ممکنه پول خرج نکنی. خب خاطر همین شما همین مسئله دیدنه، شما چشمتو باز کن. آره. یه قدم برو عقب، سرعت کم کن، توقعاتو بیار پایین، سعی نکن هر چیزی رو دیدی بلافاصله تعریف کنی، چون نه من نه تو میتونیم هر چیز رو که میبینیم فوری بفهمیم که بخوام تعریف کنیم. خیلی ها فکر میکنن اگه هر چی بهشون میگن یه چونکه و یه دلیلی واسش نگن، میگن اینا لالن مثلا یا بیشعورن اگه یه چیزی رو به شما وان توضیح فوراً ندیم. واقعا نمیدونم، یه قدم برو عقب تر وایسا، خودتو تو آینه نگاه کن، جیبتو نگاه کن، ببین دختره با کی. من این برنامه رو سالها پیش کردم، نگاه کن ببین دختری که میخوای داره با کی میارده. به دخترام گفتم نگاه کن مردی که تو میخوای به دام بندازی شوهرت بشه، ببین با چه دخترایی داره میچرخه، بفهم رقیبت کیه، میتونی رقابت کن، نمیتونی بیا بیرون. واترپولو میخوای بری بازی کنی، میتونی بری بازی کنی، نمیتونی تو آب خفه میشی، یاری میاد توپ ازت بگیره پاش میخوره تو کلت میری پایین. خب پس جایی که نمیتونی داخلش نشو، اول برو عقب ببین تو این کاره هستی بری اینجا یا نه، وگرنه تو خونت بخواب بشین دروب داشام رو ابریشمی تام بپوش 550 تا 100 دلار بده تا تموم کن. تعریف میکرد ولی خب وقت نیست، نمیگم خیلی جالب و خنده‌دارم. حالا ان شاء الله ما داریم یه شو جدیدی رو جنسی، بله یه شو جدیدی رو ما داریم راه میندازیم. جنسی مردو صحبت میکرد، میگفت مثلا یکی بود اصلا ارضا نمیشد، گفت 3 ساعت هم سکس میکرد ارضا نمیشد. والا دیگه اون گرافیکو ولش کن، اونو آره ولش کن. و ما یه برنامه‌ای داریم، ساب کن لطفا، یه برنامه‌ای داریم به زودی شروع می‌کنیم با یک شنونده خوب پرچونه، که توی اون برنامه جای قشنگ تمام دیتیل‌ها رو صحبت می‌کنین، شما میایین میگین و داستان. من دوست دارم نظر بقیه رو راجع به این دیتیل‌هایی که باید رعایت کنیم تو هاس به متریال نشیم اینجوری. مثلا دوستان همه بیان نظرشون رو بگن. مثلا حالا الان من برای توضیح میدم، حالا الان برای توضیح میدم. مرسی از این که تو برنامه شرکت کردی. من خداحافظی میکنم از طریق رادیو گوش میدم. باشه داداش، مرسی که تو برنامه شرکت کردی. خدا نگهدار. ما یه گمش کردیم چی شد. بله آقا، هازبر متریال نشدن در واقع اول باید باور کنی که این کار احمقانه است. وقتی تو باور کردی، به خودت قبولوندی که این کار احمقانه است، مثلا نورش تو صورتت معلومه. دیدی سگا به بعضی حمله نمیکنن، بعضی حمله میکنن. وقتی ببینی میترسی بهت حمله میکنه. وقتی ببینه نمیترسی ممکنه بهت حمله کنه، یه خودت صبر میکنه. اگه ببینه میترسی یه چوهوای کوچولو هم بهت حمله، شیزوی کوچولو هم بهت حمله میکنه، چون اصلا به هیکلت کار نداره که ترس رو تو چشات میبینه. هازبر متریال کسیه که باورش نمیشه که دختر چقدر فراوونه، زن چقدر فراوونه، زن چقدر محتاج به سکس و چقدر حریص برای سکس، و زن چقدر ارزونه از لحاظ پولی. اونایی که پولی میگن، که همه میگن پولی شده، پولی شده، پولی همیشه بوده، و چون باورش نمیشه قیمت‌های گزاف، احترام‌های بیخودی و فرصت‌هایی که اصلا لازم نیست بخوای به یه زن بدی تا با تو بیاد تو روابط قرار بگیره، اونا رو همه رو قائل میشه، آوانس‌های بیخودی و اضافه میده، و به این طریق میفهمن که این آدمیه که میشه سوارش شد. وقتی میخوای زینو بذاری رو دوشش، رو پشتش، اسب رام و اسب وحشی فرقشون کاملا معلومه. الاغه که میخوای بار بذاری روش وایستاده، اسب وحشی دست و پا میزنه فرار میکنه، وای نمیسته، باید خودت بکشی رامش کنی. و اون رام کردن هم قسمتی از کار زناست که مردا رو رام کنن و همه اینا. تو اگه بدونی که زن به چه راحتی به دستت میرسه، از صورتت معلومه که هاز به متریال نیستی، و اولین کسی که اینو میفهمه همون زنیه که از تو فرار میکنه. اون زنایی که تو میبینن من اهل این کارا نیستم، و من اصلا از اینجور کالا اهل این کارا
و کلمه طلایی دیگه اهل این کارا دیگه نیستم. یعنی من قشنگ این حالا رو کردم و میدونم که این حالا چیه، چجوریه، این حالا رو با کی میشه کرد و تو به قیافت نمیخوره. و چون به قیافت نمیخوره من به تو میگم من دیگه این مسخره بازی رو نمیخوام، من اهل این کارا نیستم، دنبال پسر آشغالم نمیرم، چون تا حالا بنز کافی تا 30 سالگیم رفتم و حالشو کردم و لذتشو بردم و میفهمن تو چی هستی. ولی اگر اون قیافه محتاج اینجوری مظلوم آماده به عشق همیشه منتظر اون دختری که ما میدونیم یه جایی هست و یه روزی میاد بیرون از پشت این بوته ها و اون وقت عشق رو به سر تا پای من این چرت و پرتا ببیدن هستی، قیافت کاملا معلومه و از نخریدن چرند پرند و مزخرفات زنونه از ظاهرت معلومه که جدی هستی به وقت خودتو و جای خودتو میدونی و میدونی که چی هست و که چقدر ارزش داره که تو داری و برای به دست آوردن سکس اگه پولیه چقدر باید پول بدی، اگه به شخصیت انسانیت و آدم بودنه، اگه آدمی شخصیت داری و انسان داری، انسانی خودش میفهمه، اونم نعمت بدون، یا اون بیشعوره یا به شخصیت آدم بودن انسانیت تو نیست، پولیه، داستان رو بفهم. خب خودت راه حل میتونی پیدا کنی ولی اول باید ببینی. 310-896-75-24 دوستان میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه لایو روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس پخش میشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته لایو ریموت داشته باشید، فول اچ دی. هم میتونید این سیستم رو اینستال بکنید توی یه استودیو کوچیک مثل گاراژ خونتون یا حتی اتاق خواب خونتون با تکنولوژی مدرن، و ما به شما تلویزیونی رو ارائه میکنیم که تمام کارهای فنیش توسط گروه پرچونه میدیا انجام میشه. شما کار فنی لزوم نیست نداره انجام بدین. یکی از اسپانسرها و مشتریای جدید پرچونه میدیا تلویزیونی هست به نام talkontv.com که اگر همین الان هم بزنین talkontv برنامه های این تلویزیون رو میبینید و به زودی اتاق لایوشون هم اتاق لایوشون هم اینستال میشه و شما برنامه لایوشون رو میبینید. اون یک سیستم استودیو هستش که ما میتونیم اون رو برای شما موبل هم بکنیم، موبل ریموت لایو. یعنی همینجوری که الان اومدیم توی حیات پشتی پرچونه میتونیم بریم از هر جای دنیا، هر مراسمی، هر جایی گزارش لایو بفرستیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین خوبی و به همین کیفیت. ضمناً کسانی که بینندگان شما هستن و شنوندگان شما هستن از هر جای دنیا میتونن با کیفیت‌های بسیار کم اگر اینترنتشون ضعیفه شما رو ببینن. بهش میگیم adaptive streaming، یعنی استریمی به شما میده، تلویزیون سیگنالی به شما میده که به اندازه کشش تلویزیون اینترنتتون هستش. بله، صحبتمون ادامه میدیم با دوستان. 310-896-75-24 یه دوستی من میبینم چندین بار زنگ زدن، من تلفنشون رو برگردونم براشون بگیرمشون، این تلویزیون تلفن اینجوری برگردونم. الو، شما چند دفعه زنگ زدین، ببخشید من ازتون بگیریم. بفرما رویر هستی با پرچونه. سلام، سر درود آقای بیروز پاکشیر. بعد من خواستم پیرو به حرفایی که دوستان میزدن بگم که الان میگن همه دخترها پولی شدن. یکی از دلایلش اینه که دخترها قدیم از سن 16-17 ازدواج میکردن و حالا خرجشون و شوهرشون میداد یا اون هزینه هاشون و همسرشون به عهده میگیره. بعد الان دیگه خب دخترها به سن 28-29 هم که میرسن تازه میخوان ازدواج کنن. هزینه ها رو باید چجوری یکی باید دیگه تامین کنه دیگه، بالاخره اونایی که میخوان تامین کنه هزینه هاشون رو بدن. چرا باید یه نفر تامین کنه این هزینه ها رو؟ چرا باید یه نفر تامین کنه؟ نه میگم، من نمیگم که چرا باید این کار رو بکنن. من دارم میپرسم چرا باید یه نفر این هزینه ها رو تامین کنه؟ چون اینا
سکسشون رو پولی میدونن دیگه، چون کارشونه. حالا درست شد. حالا میگی بعد یه نفر باید این هزینه رو تامین کنه، شما داری میگی که یعنی این وظیفه یک مردی که باید اینو تامین کنه، این وظیفه نیست. ولی اگه شما بگی سکس پولیه میشه فهمید. من میخواستم اینو بگم، آره همون دیگه. بعد میخواستم اینو بگم، من هفته پیشم صحبت کردم در این مورد که من با یه دختری دوست همینجوری هم که ایشون، من ایرانم ایشون روسی هستن و اینا، خیلی هم خانواده ثروتمندی داره، خانواده‌شون هم میشناسم و اینا. بعد ایشون به من زنگ زد خیلی خوشحال، خودش هم داره اصلا پزشکی میکنه، اصلا یه دختری که مثلا موفق، قیافش خیلی خوبه، همه چیزش هم خوبه. بعد خیلی خوشحال بود که یه نفری رو به پول ایران 200 میلیون تومان تیغ زده. خب و اینو باباش هم میدونست، یعنی قبل از اینکه به من زنگ بزنه به باباش زنگ زده بود. یعنی اینو پدرش هم کردیت میده که تو این کارو کردی. آره درسته، این کار تو درسته که تو الان پسری که تو رو میخواد باید خرجت کنه، باید اون هزینه هاتو پرداخت کنه. پدرهای همه جای دنیا این حرفو میزنن، پدرهای همه جای دنیا همیشه این حرفو زدن و میزنن. مگه وقتی میگه یارو میاد مجلس بله به رون، وقتی اون رون رو میارن و بزرگتران و فامیل میان ریش سفیدا همراه با پدر این دختر در بله به رون شرکت میکنن، در واقع یعنی میگن آقا این رون قیمتش رو تعیین کنید، اسمش هست بله به رون. خب پس این چیز جدیدی نیستش که اون پدر روسی که از آسمون نیفتاده، تمام پدرهای همه جای دنیا موافق این قضیه هستن. اصلا روسی نیست پدرش هم ایرانیه، پدرش ایشون روسی داره درس میده. بله هیچ فرقی هم نمیکنه. میگم یعنی خانواده ثروتمند که اصلا نیاز ندارن بلان به دخترشون. ببین آخه موضوع ثروت نیست. ببین مسئله ببین هرچ با حرف شما خیلی قشنگ، اتفاقا دوست قبلیمونم که الان زنگ زد این مسئله رو به جواب حرف ایشون میشه، موضوع ثروتش نیست. شما یه بیزنسمن خیلی پولدار، میلیاردر، بیلیونر، بیل تریلیونر، وقتی بری تو بیزنسش بگی من مثلا من این ماشین پورش رو میخوام، شما این همه پول داری، این ماشین پورش مثلا فرض کن هست مثلا 70,000 دلار، یه سال 60,000 دلار، خب بده به من. اون میگه داداش من چقدر پول دارم مهم نیست، اینجا بیزنس منه، من این پورش رو میارم اینجا میفروشم پول در بیارم. اون دختر بیزنسش سکسشه، چقدر پول داره چقدر پول داره نیست. دختر با مرد میخوابه میخواد در ازاش یه پولی بگیره، زن کالاس قیمت پولشو میگیره. تو بفهمی اینو، وقتی فهمیدی میشه زنا رو دوست داشته باشی. زنا که فقط کالا نیستن، زنا که فقط سکس نیستن، زنا فقط ابزار استفاده مرد نیستن، زنا شخصیت دارن، انسان هستن، محبت دارن، ایموشن دارن، غمناک میشن، خوشحال میشن، میتونن دوستای شما باشن، میتونن همه جور با ما رابطه داشته باشن. ولی اون سکس پولیه. شما بفهمی این بیزنس، اون شخصیت، اینا رو با هم قاطی نکنی، به زنا احترام بذاری، منتها موقعی که بتونی آزادی تو به دست بیاری. اول فریدم فور من، یعنی بکش عقب، بکش کنار، وایس کنار، پول تو به جنده، کاغذ امضا نکن، مکتب باش عقب وایسا، بعد احترام بذار به زنی که لیاقت احترامو داره. هر مام خواست باید بخوابه پولشو بده، چش کاری نداره، تو برو که بالاخره پول بدی. قاطی میگم نکنید. خب تازه هرچی هم که اتفاقا مثلا طرف لولش بالاتره و قیافش بهتره به همون نسبت، قیمتاشون هم بالاتره و بیشتر هم میتیم. Really؟ موقعی هم که دار آره جان؟ گفتم really. بله آره. بعد حالا باز یه موضوعی من میخواستم بیان کنم که ببینید، من توی یک از شهرهای تهران نیستم، شهر تهران نیستم، یک از شهرهای ایرانم که بزرگ نسبتم، بعد کلان شهراشم. بعد ما تو اینجا من میبینم مثلا تو دوستام و اینا که مثلا دوستایی که بین 20 تا 25 سال سن دارن، اینا حتی پول داشتن یه دونه کافی شاپ رفتن هم ندارن. خب یعنی واقعا مثلا پسرایی هستن که اصلا پول ندارن و نمیتونن پول خرج کنن و 24 ساعتی هم دارن دختر بازی میکنن، یعنی پولی به هیچ وجه ندارن، حتی کافی شاپ بردن دخترم که مثلا ما با مثلا دو سه تاشون دوست بودیم که اینا 24 ساعتی میدیدن دختر بازی میکردن، بعد مثلا اینا تو دختر رو میوردن تو ماشین من سوار میکردن، میخواستیم ببریم کافی شاپ، میگفتن که چرا بریم کافی شاپ که مثلا یه دفعه پول کافی شاپ هم ندن. خب
و واقعا هم ندارن، نه اینکه بخوان مثلا با خاطری که مثلا سوء استفاده کنن از من یا از دختره این کارو میکنن، نه واقعا ندارن. من به شخصه میشناسم و دیدم. میشه بفهمیم که پس از اینجا میشه بفهمیم که دخترها هم همونقدی که ما فکر میکنیم خودمون شخصیت داریم، اونا هم دارن همونقدی فکر میکنیم، همونجور ما فکر میکنیم که باید با یک کسی حال کرد، با یک کسی به درد حال کردن نمیخوره، اونا هم احساس دارن. در خیلی مواقع شده که کسی که یه بیزنسی هم داره ممکنه یه جنسشو به یک کسی مجانی بده، دلیل برای اینکه اون دختر اون بیزنس رو انجام نمیده نیست، ولی حالا به اینم مجانی هم داده، ششکالی هم نداره، پیش میاد. ببین هر چقدر جوانتر و خوشیبتر بشه این قیمت میاد پایینتر، هر چقدر لیگت از دختره بالاتر بشه به سمت اینکه دختره باید بیاد مجانی بخوابه نزدیکتر میشه، ولی یه دختر خوشتیپی که هم هزار نفر میخوانش و ختم روزگار هفخاج رفته گرگ بارون دیده هست و هیکل اندام ظاهرش خیلی قشنگه، حالا تو با یه قرون پولم تو جیبت نیست خب نمیاد با تو بخوابه، ولی همونو $100 بدی واسه همه جور والانس میذاره. جدا از اینه که خیلی مثلا سکس مجانی میکنن و مثلا کلا هم میشه، یعنی شما مثلا تو این مسیری که داری میری هم بهت شکار، اگه مثل شکار در نظر بگیریم، هم میتونی مثلا با دست مثلا یه دونه مرغ رو بگیری، هم باید با مثلا تفنگ بزنی مثلا یه گوز رو بزنی، هر شکاری به اندازه خودش یک چیزی لازم داره و به شانست بزنی. بله، ولی دارم اینو میگم که بعضی هستن واقعا، بعضی پسر هستن واقعا هیچ پولی ندارن و توی مسیج ها و تلفن صحبت کردن ها با دختر ها جوری صحبت میکنن که انگار یه فودالن و وعده های علکی میدن و اینها هم که موجب میشن که به نظر من یکم قیمت ها بره بالا، یکم مثلا اون توقع ها بره بالا. مثلا یه دختر، نه اشتباه میکنی، باز من یه چیزی بگم، هی شما میگی من میگم اشتباه میکنی. ببین نه، اونا باعث نمیشن قیمت بره بالا. دختر قیمت خودشو میفهمه، میفهمه از کی میتونه بگیره. حالا اگر یه کسی به دختری گفتش که من واسه گردنبند طلا میخرم، این کار میکنم، این کار میکنم، دختر بود بود رفت خونشون، یه دختر بسیار بی تجربه ای که شاید دفعه اوله داره این کار میکنه، ولی این گوشی به زودی دستش میاد، به زودی گوشی دستش میاد، با اون حرفای تو دختره نمیاد، شاید دفعه اول یه بال گول بخوره و اینطوری هم نیست. اون دختر میدونه با کی میخواد مجانی بخوابه و میدونه کی باید پول بده و میدونه کی اگر پولم بده بازم باش نمیره. اینا دلیل اون نیست، اون بیزنس از جای دیگه ای داره تشویق میشه و از جای دیگه ای داره سپورت میشه و این با انجام میشه. اون دروغ هم که میبینی جز رابطه زن و مرده، هرچی بهتر دروغ بگی بیشتر پولت رو سیو میکنی، بیشتر میتونی لذت ببری از هر دو طرف. شما کلن دو قدم همیشه جلوتر از ما این حرفی که زدیم من تجربه کردم. من خب چون کلن حالا به خاطر شرایطی نه خرج نکردم، شاید نتونستم اینا، و به شخصه از دخترها شنیدم، یعنی خودشون گفتن که تو آدمی نیستی که خرج کنی، تو آدمی نیستی که مثلا اومدم مثلا دروغ گفتم یا گفتم که مثلا آه مثلا اینا. من اگه همچی حرفی بگم میگم من چرا خرج میکنم، تو قیمت درست میدم. ببین این دختر، این دختر، این دختر هست مثلا $30، $35، $15، $20، شما هم قیافت مقایسه کن با این، من حاضرم $25 برای تو بدم، قشنگ جوابشو بهش میدی. این حرف توهین آمیز نیست، این حرف فقط داره نشون دهنده اینه که شما با خر طرف نیستی. دختر اگه اومد در رابطه با تو داره حرف میزنه، چه هزار مسئله زندگی داره با تو حرف میزنه، موزیک، چه میدونم، همه چی، هر چی، هنر، هر چیزی داره باید حرف میزنه، جامعه شناسی، چه میدونم، اقتصاد، هر چیز داره حرف میزنه، اینجا هیچ مسئله نیست. ولی وقتی به تو گفت تو از اون آدم ها نیستی که پول بدی، میخواد تو رو زیر سوال بره و تو رو مجبور کنه که غیرتت تو رو مجبور کنه که تو پول خرج کنی. در واقع یه پراستیتوتیه که قیمت خودشو بیشتر از حد و دنبال هنر مشتری احمق میگرده. در واقع جواب این راحت تو کف دستش میذاری، چهار تا عکس نشونش میدی، میگه اینا $25 هستن، تو اگر بخوای مقایسه با اینا بشی، من چون دوستت دارم و دختر خیلی خوبی هستی، خیلی بهت احترام میذارم، با اینکه قیافت به خوبی این 19 ساله نیست، هنوز حاضرم $25 بهت بدم. اون وقت خفه میشه، یا باید مجانی میخوابه، یا میفهمه از اونایی هستش که هازبند متریال نیستن و بوی فرند متریال هم نیستن، بلکه
مکتاو هستن و حواسشون جمعه، اون وقت یا باید میخوابه مجانی یا میگه نه همون 25 دلار رو بده که شما در واقع یه پراستیتوت استخدام کردی به قیمت درست و صحیح بازار، یا این که نم میذاره میره میگه نه من اینو نمیتونم جر بدم از وسط، در 25 دلار کار من را نمیدازه. مکتاو به چه معنی خوربان؟ مکتاو یه اکرونمه، مکتاو یه خلاصه حروف men going their own way میشه MGTOW، مکتاو. اگر توی اینترنت یا توی یوتیوب بزنید میبینید خیلی ویدیوها هست، یکی از بهتریناش سندمنه که در واقع مردم به مردم میگه که چجوری راه خودتون رو برید و خودتون باشید، خودتون رو نذارید جزء سوء استفاده های، یعنی ابزاری که سوء استفاده بشه در از شما در جامعه که توسط مثلا جامعه زنونه یا به خصوص دولت ها هستن که میندازن زنا رو به جون مردا، از اونها پول میکشن، دولت های همه جای دنیا. MGTOW. بعد دیگه کاملا حرفتون درسته، دمت گرم، مرسی که زنگ زدی، خیلی متشکرم که با ما صحبت کردی. بله دوستان عزیز، روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه داریم. بذار ببینم. خیلی خوب، 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روزهای یک شنبه برنامه داریم ریموت لایو، و به زودی در جاهای مختلف و مراسم مختلف هم براتون برنامه های لایو رو گزارش خواهیم کرد با این سیستم لایو ریموت که شما هم میتونید اینو داشته باشید به قیمت بسیار بسیار ارزون که به هیچ وجه اصلا قابل تصور نیست به این راحتی بشه شما این سیستم رو داشته باشین. مشتریان گروه پرچون میدیا که تلویزیون و رادیو تهیه بکنن یک سیستم بی‌نظیر میگیرن، به خاطر اینکه هیچ جایی نیستش که به شما فول اچ دی یا حتی تا 4K پاسیبلیتی پخش با آنلیمیتد بیننده نامحدود، ممکنه جایی باشه که ارزون باشه تلویزیون بفروشن یا مثلا بگن آقا مثلا مجانی رادیو مجانی فلان، وقتی که میاید مثلا بیننده 5 تا بیننده 24 تا، بعد از 24 تا دیگه انقدر پول بدی و انقدر پول بدین، اینجوری محدودیت کیفیت داری، محدودیت تمام کارهای ضمناً تمام کارهای فنی شما. شما ممکنه یه کسی باشید که بخواید سمینار بذارید، ممکنه یه هنرمندی باشه که کار هنریتون رو می‌خواید در تلویزیونتون نشون بدید، بحث‌های هنری داشته، شما دیگه تکنولوژی تلویزیون و کارهای فنی تلویزیون رو اگه بخواید انجام بدید که نمیشه. اگر بخواید کسی استخدام کنید که بخواید خب سالون میشه تلویزیون تمام عیار که همه جای دنیا هست آدم بیاد استخدام کنه که شما این کارتون این نیست. خب به خاطر همین ما در گروه پرچون میدیا تمام امور تکنیکی و فنی تلویزیونتون رو و ترابل شوتینگ رو همه رو برای شما انجام میدیم، کاری که شما میکنید به عنوان صاحب تلویزیونی که هیچ چیزی از تلویزیون نمیدونه به کارهای خودتون میرسید و برنامه های تلویزیونتون رو اجرا میکنید و همش رو گروه پرچون میدیا برای شما مدیریت میکنه با بسیار قیمت پایین و همچنین که میبینید فول اچ دی بدون محدودیت در بیننده و در کوالیتی پخش. 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. تلفن ها بازه، میتونید با ما تماس بگیرید. چند دقیقه باقی مونده از برنامه امروز. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید. سلام بهروز جان، خسته نباشی آقا. مرسی داداش، بفرمایید. قربان. آقا من دو تا سوال از شما داشتم خیلی کوتاه. شما اگر که یک خواهر داشتی یا دختری داشتی و از شما نظرتو میپرسید که خب من الان میخوام مثلا هر روز یا هر چند روز یه بار با یه پسر دوست بشم، پیشنهادت به این دختر یا خواهرت چی بود؟ و اگر هم یک پسر داشتی یا برادری داشتی که میگفت به شما من میخوام بچه داشته باشم، پیشنهاد و توصیه‌ات به اون شخص چی بود؟ خیلی ممنون. به به، خیلی چه سوال قشنگ کردی. میخوای بمونی یا میخوای بری من از رادیو جواب بدم؟ میخوای من قطع
اینترنت گوش میکنم. شاکرتیم، خواستی دوباره هر موقع خواستی زنگ بزن وسط حرف من دوباره میگم. مرسی، مرسی. قربان. دختر من یا خواهر من یا برادر من هیچ فرقی با دختر یا خواهر شما یا برادر شما نداره. همه تو همین جامعه دارن زندگی میکنن. جوابی که من به دوست قبلیمونم دادم، گفت ما چیکار کنیم که بتونیم رابطه خوب داشته باشیم، راحت باشیم، اون جواب شما میدم. به اون دخترم همینو میگم، به اون پسرم همینو میگم. باید بفهمی بیرون چه خبره. تو اگه فهمیدی بیرون چه خبره، با هر کسی میخوای بری بدونی که این، مثلا خیلی دخترها نمیان بگن که من میخوام امروز با هر دو روز یه بار میخوام با یه نفر بخوابم. دخترها میگن که ما میخوام دنبال یه نفر بشیم، من واسه خودم بخواد دوستم داشته باشه فلان اینا، حرف از بوی فرند و عشق و عاشقی و پرنسس و اینجور چیزا و هپیلی لیوینگ هپیلی ایور افتر، اونجور مسائل زده میشه. اون دنیای دخترونه و عاشقونه و این چیزاست که اگر سنش کم باشه بخواد این چیزا رو بپرسه از من، یا من در مقابل کسی قرار بگیرم که یه جایی دختر کوچیکی داشته باشه، مثلا داره بزرگ میشه بخواد وارد اجتماع بشه. من همیشه همینو میگم، پاتو میذاری بیرون، پسری که تو رو نگاه میکنه برای سکس بهت نگاه میکنه. اگر تو تصمیم گرفتی بری با اون، فکر نکن باش بری 6 دفعه بخوابی، این سکس به عشق تبدیل میشه و عشق به ازدواج تبدیل میشه. و اگر حالا به سنی رسیدی که به سن بلوغ رسیدی و تصمیم گرفتی که آقا اینجوریه، پسرها 400 دختر در اختیارشونه، دخترها هم 400 پسر در اختیارشونه، من چیکار کنم؟ آقا جون من که نمیتونم اون عشق و عاشقی رو پیدا کنم، پس من میخوام برم با هر کی دارم خواست بخوابم. میگیم خب بدون با این بخوابی مواظب باش حامله نشی. راهی برای رسوندن این به عشق از سکس نیست، مگر اینکه بین شما دوستی و شخصیتتون و همون که گفتم شخصیتتون به همدیگه هماهنگ باشه، روحیاتتون به همدیگه بخونه، ممکنه رابطتون عمیق‌تر و قوی‌تر بشه. همیشه بدون بیرون دخترای دیگه هستن که میخوان بیان از چنگ تو در بیارن و برعکس پسرای دیگه هستن که میخوان تو رو به دست بیارن. همه الان یاد گرفتن که از همدیگه با مدت کوتاهی از همدیگه رد میشن. این دنیای امروزه، برو توش دلت نشکنه، چون دل شکستگی بدترین چیزه. امید بی خودی نداشته باش. اگر این روش و این مسائل رو دوست نداری نکن. فامیل خود من، دختر عمه خود من از من پرسید که آقا من چیکار کنم، اینا اینجوریه، بچه هم نیست، سنش هم بالاست. و از من پرسید، گفتم همینه، تو اگه نمیدونی، اگه تو رویاها هستی، باید از تو رویاها بیای بیرون. اینه، میخوای زندگی کن اینجوری، نمیخوای از رابطه با مرد دوری کن، نمیخوای انقدر صبر کن ببین مردی با تو حاضر 20 دفعه بره بیاد دست بهت نزنه، همینجوری با هم دوست بشین، شاید تونستی. ولی واقعیت اینه، اون مینستریم و کور جامعه همینه. گفت اگه یکی به شما بگه که، سوال بعدی شما این بود که به شما بگه که من میخوام بچه داشته باشم، خب کسی میخواد بچه داشته باشه تمومه دیگه، میدونه که باید بچه رو، یعنی با شعور اینو داشته باشه که بچه داشتن یعنی چی، چقدر وقت زندگی تو میگیره، چقدر خرج باید بکنی، چقدر توان مالی لازمه واسه این کار. اگه میتونی بچه داشته باشی ولش کنی، مثلا خرگوش تو خیابون واسه خوش بزرگ بشه، اون که دیگه پرسه همچین آدمی اصلا نمیاد سوال کنه، اون واسه خوش بچه‌شو همون 14 سالگی زاییده. ولی اگه کسی اینقدر شعور و فهم داشت و اینقدر نگران داشت و اینقدر کانشنس سلف کانشنس بود و به قول معروف اهمیت میداد به این قضیه که من چی کار کنم، میگم آقا این داستانشه، این فاینانشالشه، این مسئولیتشه، این تمام وقتی که از زندگی از دست میدی اینه. اگرم بخوای بچه داشته باشی، خب باید با مادرش باشه، پس تو باید با یه زن زندگی کنی، باید بدونی زندگی کردن با یه زن چیه، چه مسائلی هست. این یه دختری که از یه طرف شهر بلند شه بیاد با تو سکس داشته باشه و بگه بخنده نیست، ناراحتی، اعصاب خردی، حوصله سر رفتن، از هم دیگه خسته شدن، شاید اصلا زندگی سکسیتون خراب بشه، تمام اینا رو داشته باشی. باید ببینی هدف چیه. هدف اگه بچه است، همه اونا رو باید بپذیری. هدف اگه اوناست، به خاطر اونا بچه درست نکنی و بدونی که زندگیت کردی یا نکردی. هر چیزی رو شخص باید بدونه که در ازاش چی باید بپردازه و از چی چیزایی باید چشم پوشی بکنه که میشه قیمت اون کار، اگر اوکیه. ولی تو رویا نباش. همون جوابی که به اون دختر خانم جوونی که شما پرسیدی به صورت نوعی کلی گفتی،
همون جواب به اون میگم، تو اون دنیا این خبره، تو دنیای پسربازی این خبره، تو دنیای بچه داشتن این خبره. من به یه آدمی که تفریح میکنه و به هیچ دختری قول نمیده و واسه خودش زندگی میکنه و کیف میکنه و هر روز با یه دختری هست، من هیچ اشکالی نمیگیرم. به آدمی هم که تعهد میده به یه زن میگه من با تو میمونم، به اونم هیچ اشکالی نمیگیرم. ولی به نظر من آدمی که تعهد میده بعد انجام نمیده بسیار زیر سواله. اصلا من احترام قائل نیستم برای اون آدم. حالا دارم از کلمات قشنگ استفاده میکنم، سعی دارم میکنم کلمات قشنگ استفاده کنم. موقعی واسه من ارزشت میشه مثل یه پوست تخمه لگد شده که تعهد بدی، بعد حالا میخوای حال بکنی مثل کسایی که تعهد ندادن. اینجاست که واسه من پست و بی ارزشی. وگرنه تعهد میدی بچه نگهداری، واسه بچه داری کن، پدر باش، باید با مادرم باید باهاش زندگی کنه. یا مادر خوب بود، سکسی بود، باهات خیلی کنار اومد، همیشه با هم دنیای سکستون داغ بود، حالا یه بونس اضافه است، برنده شدی، آفرین. ولی معمولا اینطوری نیست، و چون معمولا اینطوری نیست باید بدونی چی داری از دست میدی، چیا رو باید بذاری کنار و چیا رو حتما باید بذاری کنار، و حتمانه که باید قول بدی که خیانت نکنی، چون اون وقتی که از شرافتت میره زیر سوال در نظر من. وگرنه نبگو آقا من دارم حال میکنم، به هیچ کسم قول نمیدم. امروز یه دختر میاد خونمون، فردایی که دیگه میاد، شاید موقعی که این داره میره روبروی دم در با هم دیگه روبرو هم بشن. هر کی شکایت میگم گور پدرتون برید نق نزنید، مخ من نخورید، من به هیچ کدوم شما بدهکار نیستم. خب ولی تعهد نمیدم. این جواب فکر کنم در حد که من سوال شما رو فهمیده باشم، این جوابی که من میتونم بدم. مثل بقیه شوهای پرچونه چرت و پرت قبول نکنی از کسی، سعی کنی واقعیت رو ببینی، و دیگه همینه که از وقتی واقعیت رو ببینی تازه جالب نیست که، همه واقعیت ها قشنگ نیستش که. شما نظر یه دکتر که چقدر میکروب و باکتری و ویروس و خطر و هزار یک جور درد و مرض داره زندگی ما رو تهدید میکنه، اگه از دید دکتر بتونی دنیا رو ببینی میفهمی که اون دکتر چقدر عذاب میکشه این واقعیت رو میبینه. ما نشستیم اینجا واسه خودمون سر یه میزی و واسه خودمون چای ریختیم و داریم غذا میخوریم و نمیدونیم چقدر آشغال داریم میخوریم، نمیدونیم چقدر داریم خودمون تهدید میکنیم، ولی دکتر میدونه. هر چی بیشتر واقعیت رو میبینی متاسفانه زندگی سخت‌تر میشه. بله، خیلی لطف کردین از دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، متشکرم که تو این برنامه اوپن مایک شرکت کردین، مسائل گفتید. قصد این برنامه هم همیشه این بوده که شما بیایید و برنامه رو بهتر کنید، و خواهش میکنم لینک برنامه رو به دوستان بدید، شوی پرچونه رو حمایت کنید. میتونید تتر یا ارز دیجیتالی USDT US تتر یا هر ارز دیگه ای رو به شوی پرچونه کمک بکنید. آدرس هایی که رو وبسایت پرچونه هست آدرس های USDT هست، فقط برای تتر، دلار تتر هستش. برای آدرس های دیگه هم با ما تماس بگیرید، 310-896-7524، ما بتونیم به شما شماره اون والتر هم بدیم. با پیپل میتونید تماس بگیرید، ببخشید، با پیپل میتونید کمک بکنید به شوی پرچونه. مبلغش هر چقدر که میخواد باشه کمک میشه به برنامه ما. برنامه ما کامرشال نیست، به خاطر اینکه خودتون میدونید چرا. کسی که میخواد تبلیغ بکنه حوصله جنگ کردن با زنش و دوست دخترش رو نداره که تو شوی پرچونه تبلیغ کنه و اسپانسر شوی پرچونه بشه. به خاطر همین شما هستید که باید برنامه رو کمک کنید که برای شما، برای پسراتون، برای دختراتون، برای خواهراتون و برادراتون به درد خوره، چون تجربیات همه هستش که از اینجا پخش میشه. تلویزیون بدون سانسور جامعه ایرانی، من خیال میکنم، نمیدونم، شاید توهم میکنم، ولی پرچونه است. غیر از این تلویزیونی نداریم که جرأت داشته باشه این حرفا رو بزنه. نه اینکه یک روانشناسی بیاد اونجا یه ذره راجبه سکس صحبت کنه، یه ذره راجبه خانم‌ها صحبت کنه و آقایون، نه. راحت باز با ریشه یابی مسئله، با گفتن حقیقت‌های تلخ ولی واقعی، حداقل دید همدیگر رو نسبت به جامعه‌ای که هر روز داره تغییر میکنه باز کنیم. هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس منتظر شما هستیم. تا اون موقع خدا نگهدار.